بیان سراغتون. دوستان عزیز، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 8 ماه فوریه سال 2019 میلادی. یادتون باشه که ماه فوریه 28 روز بیشتر نیست، هر 4 سالی یک بار اون سال کبیسه خودمون میشه 29. دلم برای اونایی که 29 فوریه دنیا اومدن میسوزه. چجوری جشن تولد میگیرن؟ هر 4 سالی یک بار جشن تولد میگیرن، یا روزای دیگر رو، سالای دیگر به اصطلاح تولدها رو همون 28 میگیرن. در اصل لطف کنید دوستانتون رو هم یا دعوت کنید یا شیر کنید این چیزایی که رسم در فیسبوک. اون روزی که از دوستان از من پرسید که آقا چگونه است بعضی ها برنامهشون چندین هزار نفرن، گفتم شما یه پولی خرج کن، همین ویدیوهای ما رو میبینی که چندین هزار نفر براتون میتونن پخش کنن و ببینن، ولی طرف میبینی مثلا مال اتیوپیه ولی ویدیوی ما رو براش فرستادن. میخوای شماره اونجوری یا میخوای 8 تا بیننده داشته باشی ولی 8 تا بیننده شما رو بفهمن؟ مهمتر اینه که 2 تا بیننده با داشته باشی، با شما همراه باشن، همگام باشن. در صورت این مسئله نمره و شماره و اینها اعصاب همه رو خراب کرده و همه رو داره میدونه با سرعت. بذارید براتون یه چیزی بگم. یک آقای مانی خورسندی اون روز برای من یه چیزی نوشته بود در حین برنامه و تشکر کردم و بعد از برنامه دیدم که ایشون رفته روی به اصطلاح صفحه خودش و برای دوستانش یه چیزی نوشته درباره من. ضمن تشکر از ایشون یه موضوعی رو نفهمیدم، گویا ماجرای شرط بندی بوده و اون خانم مهری بهشتی که ما از بهشت کردیمش بیرون و بعدم رفته بود شکایت من رو به یه آقایی کرده بود توی فرانسه و اون آقا به من زنگ زد گفت که میتونم یه سوال از شما بپرسم؟ گفتم بپرسید، چرا نه. گفت که شما به خانم مهری بهشتی فحش دادی؟ گفتم مگه من دیوونه هستم اگه یکی بیاد بگه سلام فحشش بدم؟ ولی اگه یکی بیاد فحش بده 2 تا فحشم میدم و به این خانم چند تا فحش دادم. گفت آره من ایشون رو نمیشناسم، همینجوری از طریق دنیای مجازی میشناسمش، ولی آمده شکایت شما رو. گفتم نگاه که چه آدمایی هستن، مثلا شما رفتی شکایت منو به این جوون کردی که چیکار کنی؟ این آقا از اونور آبها سوار موتور، دیدم موتورسیکلت هم داره، سوار موتورسیکلتش بشه اقیانوس رو بیاد اینجا. این که هم بازی های شهبون بیمخ و دعوای حیدر نعمتی و در هر صورت من این خانم رو از بلاک در آوردم. گفتم اگر آدم شدی، میدونید که میگن آدم شدن چه مشکل، دکتر شدن چه آسون، ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. اگر آدم شدی بیا منطقی، اصلا منطقم نداشته باش ولی حرف بزن، مردم نظر میدن، ولی هی بیا اینجا شعار بدی. من نیومدم اینجا رو تمیز کنم و آب و جارو و سماور و اینها و به اصطلاح شما بیای شعار بدی. خب پس با آقای هوشنگ امیرحمیدی ساعت 3 بعد از ظهر هستیم. آقای امیرحسین لادن این هفته هم با ما نیستن، امیدوارم که برنامه هاشون ردیف و مرتب بشه و ما هم بتونیم ایشون رو مرتب داشته باشیم با شما دوستان. اجازه بدید برای اونایی هم که ما رو از طریق تلفن ممکنه گوش کنن و بشنون و اینها، اون رو هم به اصطلاح ردیف کنیم که اگر شما یه جایی بودی که دسترسی نداشتی به اینترنت ولی تلفن برات مهیا بود و تلفن برات ارزون بود، با این شماره تلفن 605 ایریا کدش هست، بله 605 475 58 83. اجازه بدید از من خودم پرهیز میکنم که بگم فلانی خواهر فلانی، فلانی پسر فلانی، فلانی پسر دختر فلانی، چون هر کسی برای خودش باید اون به اصطلاح باید چه، هر کسی برای خودش شخصیتی داره و باید خودش رو به اسم خودش صدا کنیم، ولی خب بعضی وقتا چون از طریق دوستان با این و اون آشنا میشیم لازمه. من دیروز یا پریروز بود که آقای فرخ سپهرار، این دوست خوبمون، یه چیزی فرستاده بود. اول خوندمش دیدم چقدر جالبه، بعد آمدم بالا اون نگاه به اسم کردم دیدم اسم ایشون هم یعنی فامیلی ایشون هم همون سپهرار هست و
گفتم که با شما آشنا هستم. گفت که خواهر من هست. گفتم خب دیگه طرف رفت در یه منزلی گفت که نوری خونه است. گفت نوری که خونه است هیچ، باباش هم خونه است. گفت خب شد نور علی نور. گفتم اگه ایشون خواهر شما هستن که نور علی نور، و بهشون بگید که من این مقاله رو خوندم، بسیار عالی بود. فکر کنم ما ایرانی ها اکثرمون احتیاج داشته باشیم نگیم همه، این همه و هیچ کس و اینا، قدرها قدر مطلق، خواستم بگم قدور مطلق، جمع قدر چی میشه. خلاصه اینا رو استفاده نکنیم. همه ایرانیا وطن پرستن، همه اصفهانیا اینجوری هن، همه شیرازیا مهربونن. آقا یکیش من مهربون نیستم، دیدید اینجوری با مهری بهشتی چه بله. درود بر شما و سپاس از برنامهتون، ممنونم. سلام میکنم به آقای فرهاد زمانیان. آقای زمانیان دیدم یک ویدیو، من امروز دور نشستم نه، برای که باز اینجا چیزها رو ریختم به هم و دوربین رفته عقبتر، اب نداره دوری و دوستی. دیدم یه ویدیویی گذاشته بنده خدا، روی چشمشم بسته بود و با همون حالت ضعف و بیماری و نگرانی باز میگفت که امیدوارم چشم خوب بشه، پدر این شریف رو در بیارم، شریف مهدی ابریشمی، امیدوارم چشات خوب شده باشه. و نصیحت میکرد به من و شمایی که اگر مرض قند نداریم مواظب باشیم، اونایی هم که مرض قند دارن بیشتر. من یادم این دوستی داشتیم اینجا، یه روز آمد عینک زده بود داخل حتی اون محل استودیو و اینها. گفتم که آقا آفتاب رفته و ما اینجا هیچ وقت آفتاب نداریم، چرا عینک زدی؟ گفت من اگه عینکام بردارم وحشت میکنی. گفتم چرا؟ عینکشو برداشت، دیدم یه چشمش اینجوریه یه چشمش اینجوریه. گفتم چرا اینجوریه؟ گفت مرض قند. حالا من نمیدونم مرض قند چشماتو میپیچونه بعد درست میشه چیکار؟ اون درست شده هرچی، در هر صورت مواظب باشید. و میگن مرض قند، ما دیگه این دکمه ها رو نمیبندیم، میگن مرض قند یکی از کشنده ترین امراضی هست که علائم هم بهت نمیده. حالا آقای زمانیان اگه دوست داره یه دفعه برای ما یا بنویسه با فارسی یا پیام بذاره علائمی داره واقعا، یا اینکه یه دفعه میگن بلا از آسمون چیز از خراسون، یه دفعه برای آدم نیاد و آدم رو ناک داون کنه. بذار ببینم، من اینجا یه چیزایی نوشته بودم درباره مانی خورسندی خواهر آقای فرخ سپهرار. بذارید من اون نوشته ایشون رو بخونم، بعدم از مانی سوال کنیم آقا این ماجرای شرط بستن چی بوده؟ اگه شرط بسته بودی یواشکی به ما ندا میدادی که ما یه کاری کنیم که شما برنده بشی، و متوجه نشدم شما حالا برنده شدی یا بازنده شدی. بذارید فرخ رو فعلا پیدا کنم و نوشته خواهر ایشون رو خیلی قشنگ توضیح دادن، بعد خیلی قشنگ به اصطلاح پیشنهاد کردن که این کلمه توصیه عربیه فکر کنم، پیشنهاد فارسی، پیشنهاد کردن که از چه قرصایی استفاده کنین با تجویز پزشکتون، که البته خب اگر کسی رفت پزشک و اینها معمولا اونها خودشون میگن که چه داروی استفاده کن. این روزا دیدم برای مرض قند و اینها خیلی هم چیز شده. به به، آقای امیر عبداللهی شاه داماد خودمون، پسر دوست عزیزمون آقای علی عبداللهی، بگو ببینیم آقا اوضاع زندگی زناشویی، پارسال ازدواج کردی نه، چگونه است؟ و امیدوارم که خوب باشه. معمولا شما چون آدمای خوب و آرومی هستین باید زندگیتونم خوب باشه و ما براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. بذارید ببینم من نوشته، بله my sister phone number، آها وقتی که از ایشون خواستم چیز کنم، فرخ با خواهرش تماس گرفته بود، خواهر ایشون لطف کرده بود، ممنونم متشکرم. دیشب پیام شما رو گرفتم، دیگه گفتم دیر موقعا بهتون زنگ نزدم، ولی گفتم که با شما خواهم بود. سلام و درود و هلو، یا هلو به شما. چرا هلو گفتم؟ بله سلام و درود و هلو و چلو به شما. خیلی ممنون. این نوشته تو فرخ پیدا نمی کنم، هرچی رفتم بالا رفتم به اون فیلم ها هم رسیدم ولی نوشته رو پیدا نمی کنم. از بس اینور و اونور ما هستیم نمیدونیم کجا چی. این آقای حسیبی دیوانه تر از من یه روزی گفت من یه جایی یه چیزی
گذاشتم که الان یادم نیست، وقتی پیداش کردم و یادم آمد برای شما میخونم. گفتم به 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 به، ببینید رهبران جنبش های ما کیا هستند. اینم از این. و آقای فرشید جلوه، آقا من ممنونم که شما برنامه من رو نگاه میکنید و شاید شما با یکی شرط بسته باشید، بیرونتون نمیندازم، هر چی میخوای فوش بده. خیلی خوشحالم که خانم فخری فری سپهرار، خانم دکتر سپهرار، خیلی ممنونم که پیام گذاشتید. حتما حتما از وجود شما، از دانش شما، از تجربه شما در برنامه ها استفاده میکنیم و حتی همین الان اگر مایل باشید، چون من دنبال اون مقاله میگردم، داداش شما میدونه ما تازگی موف کردیم بعد 15 سال، از یه جای دیگه آمدیم یه جای کوچکتر، اصلا بعض وقتا نمیدونیم جورابمون هم کجاست، زمینی که همه رو مارک زده بودیم، این اینجا این اینجا، همشون یکی یکی گم شده بماند. در صورت اگه میخواین من میتونم الان بهتون تماس بگیرم، از طریق همین فیسبوک شما به وسیله صدا اون مقاله کوچک رو برای ما بخونید تا در آشنایی باز بشه، بعد بتونیم بیشتر از صفحه فیسبوک شما استفاده کنیم، از وجود شما در برنامه‌های آینده استفاده کنیم. به من بگید همینجا اگه مایلید، یا اون نوشته رو برای من بفرستید که بخونم. خیلی ممنون باز هم از تماس تلفنی که گرفتید. این قدر آقا فرخ رو هم بدونید، مرد بسیار خوبی، انسان شریفی هست. گاهی وقتی به من اذیت میکنه، ولی دوست برای همین دیگه، دوست که نمیره به دشمن اذیت کنه، دوست به دوست اذیت میکنه، نه با شوخی میکنه. لااقل میجنبند. کیا میجنبند؟ آقای مانی خورسندی عزیز، مانی جون این ماجرای چیز رو به ما بگو ببینیم، بگو ماجرای شرط بندی چی بوده. اینجا برم میتونم پیداش کنم. نوشتید که شما شرط بندی کردید. و یه چیزی براتون بگم، چون شما تو کانادا هستین، من یه دفعه سالها پیش رفتم کانادا، دوستان میدونن هتل هم گرفته بودیم و اینها، دوستمون گفت اگه هتل گرفتی اصلا به من زنگم نزن. گفتیم با چیکار کنیم؟ گفت هتل پس بده بیا خونه ما و اینا، دیگه ما پول هتل هم میدونی شب اولش اینا رو حداقل ازت میگیره. رفتیم خونه اینها و نشستیم و اینها، بعد فرداش هم رفتیم یه جای مهمونی. توی اون مهمونی یه نفر آمد، خب وقتی مهمونیه همه شنگول و منگول و دسته گل میشن، گفت آقای سوربی من یک گناهی، یک کار غلطی انجام دادم، میخوام حالا بهت بگم، امیدوارم تو هم منو ببخشی. گفتم بگو. گفت که ما اون وقتا، خیلی من عصبانی بودم. حالا کجا شدیدی شما؟ بله سران اپوزیسیون اقلن میجنبن. اقل کجا میجنبن؟ آقا یه مشت بنده خدا سالمند همشون، ببخشید، یا بواسیر دارن، یا نمیدونم درد کمر دارن، درد پا دارن، درد سر دارن، و ولی خوبه، جوانان قدیم هستن که امیدوارن و میگه آرزو بر جوانان عیب نیست. خلاصه این دوستمون توی اون مهمونی گاهی صحبی، من بعضی وقتا که دوستان میومدن خونه من و شما رو نمیشناختن، بهشون میگفتم این آقای سوربی اینجوری و به اصطلاح مرامش اینجوری و چیه، ولی خیلی زود عصبی میشه. بیا الان یه تلفن شما بهش بزن، مثلا این جمله رو بگو، تا اینو بگی این سوربی آتیش میگیره. بعدم اینو میگفتن و ما مینشستیم میخندیدیم. گفتم آقا عجب جامعه دیوانه ای ما داریم. خب دوست عزیز، من دوستی مثل تو داشته باشم احتیاج به دشمن ندارم. و جالبه این خانم نیر قهرمانی اون روز برای من نوشته بود آقای سوربی اینا طرفدار پادشاهی نیستن، اینا حزب اللهی ان که در لباس طرفدار پادشاهی میان شما رو تحریک میکنن، خط برنامه‌تون رو عوض میکنن، بعدم میرن خوشحال دوباره یه جای دیگه. در هر صورت باید خوب باختم، انداختم بیرون. کپی نوشته رو برای شما فرستادم اگر پیدا نکردید. ممنونم، الان اینجا پیداش میکنم و میخونم ببینم که کی هست. خانم فخری، بله، پیدا شد، فخری فری، اد فرند مسیج، چی شد چرا نیومد؟ یه
من همینجا بنویسید که برای دوستانم باشه. اینجا نوشته که به اصطلاح 10 mutual friend including ابراهیم فلان فلان، ولی نیومده هنوز چیزی اینجا، مگر اینکه اگر کس طرفدار پادشاهی باشد الان هم سلسله اسلامی سر کار است. اتفاقا یه چیزی بود میگفت ما هم سلسله اشکانیان و یه چیز دیگه، بعد میگفت اشکانیان برای که این آخونده عشق مردم رو در آوردن، یه چیز دیگه هم بود، یعنی همش تو صف وایسادن و اینها. بله من میگم بابا اگه سلطنت واقعا میخوان، خب اینا هم دارن سلطنت میکنن، اینا هم که الان گوش مردم هم با قرم قرم پر کردن که آقا مجتبی میخواد بعدن بشه چی میگن شاهنشاه. و اما نمیدونم خانم سپهرار عزیز و گرامی، کپی نوشته را برای شما فرستادم که اگر پیدا نکردید کجا فرستادید که من اینجا نمیتونم پیداش کنم، یا رو صفحه خودتون ببینم هستش. ببخشید اگه ما یه کمی اینجوری به هم ریخته و نامنظم هستیم. دوستی میگفت که شما فکر نکن ما همیشه به این بی نظمی هستیم، امروز خوبه، بیشتر اوقات از اینم بی نظمتریم. نه خدایش من آدم منظمی هستم، بعض وقتا هم این منظم بودن دوستان و اینها رو یه کمی اذیت میکنه، ولی میگم این موف شما باورت نمیشه. مثلا فکر میکنی خب مثل 15 سال پیش این کار انجام دادیم هنوز هم زنده موندیم، ولی نمیدونی که چقدر توی این 15 سال پیش قدرت بدنیت، قدرت فکریت کم شده، وسائلت زیاد شده. وای وای وسائل، ما ایرانی ها هی میخریم هی نگه میداریم، هی میخریم هی نگه میداریم، بعدم حالا که میخوایم بندازیم دور دلمون نمیاد، میگیم آقا این هر کدومش یه خاطره داره. توی کامنت ها نگاه کنید هست، آها توی کامنت اینجا گذاشتین، نمیشه برای خود من پیام بفرستید؟ توی کامنت بذارید ببینم اینجا شاید باشه. اینم خیلی جالبه، من چون این برنامه رو زنده پخش میکنم اینجا وقتی شما کامنت میذاری بعضی وقتا من نمیبینم، بعدی که برنامه تموم میشه میرم نشستم دارم آرشیو درست کنم اینا 20 تا 30 تا اون کامنت اون پایینه، یا من بلد نیستم، یکی از این دوتا یا هر دو. خب در صورت اینم حالا ماجرایی شده که جالبه، نه من توی نوشته های فرخ تونستم اونو پیدا کنم، در صورت که من از اون طریق پیداش کرده بودم خونده بودمش. حالا دوستان میگن آقا ما رو خفه کردی یا چش پیداش میکنیم بهتون میدیم. این ماجرای برنامه دیپرس بودن یا افسردگی، میدونید که توی این 40 سال گذشته مخصوصا خیلی شنیدیم که جوانها زیر 40 اینها توی ایران ایست قلبی ایست فلان اینا، یه سریشون از همین افسردگی اینا میاد. من چون وارد نیستم حرف نمیزنم، میذارم خود ایشون. بله توی کامنت ها نگاه کنید هست، والا به خدا اینجا رفتم تا پایین پایین که همین آخریش هست، نوشته خانم همینجا کپی و پیست کنید. اینو مانی نوشته. بعدش هم الان آقای محمد رجبی آمد، میخوام براتون بگم که یعنی چقدر همزمان هستیم یا من عقب افتاده هستم. این تأخیر داشتن توی رادیو و تلویزیون های ایرانی اون وقتا هی میگفت خانم شما اون چیز ما شما از ما مثلا 20 ثانیه عقبین، بعد یکی میگه آقا یعنی چی من عقب افتاده هستیم، میگفتیم نه بابا تأخیر داره، این تا از اینجا بلند شه، اونم ما ایرانی ها ما شیرازی ها بلند شه بره، نمیدونم ستلایت چند ستلایت 200 مایل از زمین بالا هست بره و باز برگرده و بعد بیاد توی این. آخه ایرانی هم همشون به این دیش بشقاب سینی میگفتن ماهواره، میگه آقا شما ماهواره داری؟ من میگفتم نه ماهواره ندارم. میگفت بس برنامه ایرانی رو نمیبینی؟ میگفتم چرا میبینم، من با دیش میبینم، شما خودتون ماهواره دارین؟ بعد میگه آقا اینقدر ملا لغتی نباش. گفتیم خب بابا یه چیزی هم یاد بگیریم. ببخشید این صندلی ما هم صدا میده، یه دلیلش فکر کنم سنگینی منه یا بدی صندلی. این صندلی رو آقای اجلالی هدیه کرد به تلویزیون مردم، اگر کسی آفیسی داشته خدای نکرده آفیسش بسته شده ولی صندلی های خوب، اون چیه اسمه مثل ارگانیکه ولی ارگانی یه چیزی، صندلی ها 600-700 دلار. گفتیم با ما حالا بریم خونمونو بذاریم گرو که میخوایم صندلی بخریم. خانم فخری خانم عزیز، ما نتونستیم این نوشته شما رو پیدا کنیم،
بله خودتون رو ناراحت نکنید، فرصت هست. سپاس. نه انشالله همه ناراحتی های دنیا اینجوری باشه، ناراحت نمیشم. ولی اینی که من دیروز صبح خوندمش، با فرخ در تماس بودم، ولی الان که میرم اونجا نه روی مسیج های فرخ پیدا میکنم، نه رو صفحه خودش پیدا میکنم، نه رو صفحه خودم پیدا میکنم، یک خبری میده که این بالاخونه یه چند تا پیچ مورش شله. و اون وقتا میگفتن مثل که بالاخونه رو دادی اجاره. حالا ما بیچاره اگه بالاخونه رو هم دادیم اجاره، بابتش اجاره هم دریافت نمیکنیم. ولی این مانی خورسندی مانی، اون چیزی رو که نوشتی لطف کن اینجا کاپی اند پیست کن تا من بخونم و ببینم چیه. ولی تا شماها کاپی کنین و پیست کنین و اینها، من پیام دوست و همشهری عزیزم از همین نیوجرسی و پنسیلوانیا براتون پخش کنم. خیلی جالب بود وقتی من 2 دقیقه خورده پیام اینو شنیدم، کلی خندیدم. با هم بریم به پیام ها و پیام ایشون رو که طبق معمول شمارش نمیفته، ساعت 11:03 همینه. بشنویم با هم و یک مصاحبه غیابی با ایشون داشته باشیم. کار جمهوری اسلامی است. این LOL تو ایران میگن لول، ولی اینجا چیه؟ laughing out loud، یعنی با صدای بلند داریم میخندیم. انشالله همیشه بخندید، پیوسته دلت شاد، دلت شاد شاد و لبت خندان باد. بذارید من این برگردونم از اول و صدا رو زیاد کنم، بشنویم با هم صحبتهای این دوست همشهری عزیز رو که ایشون هم تصادفاً رشتش برق بوده. امیدوارم چه خوب باشید، همه چی در رقص مراد شما جلو بره. دیشب من برنامه شما رو همینجوری که عرض کردم از یوتیوب میبینم، نگاه کردم و خب طبق معمول از اول تا آخرشم دیدم، خیلی هم خوب. بعدش که تموم شد همینجوری یوتیوب رو چک میکردم، دیدم یه فیلمی گذاشته انقلاب 57، عجیبه یه دفعه یادم به شما اومد که در زمان انقلاب شما تو ارتش بودید. آده آده به بعد جمعیتی رو که نشون میداد فکر نمی کنم حتی به 1 میلیون هم میرسید. یه خورده سوال برانگیز بود. خب البته یه تعداد مسلح بودن از شخصی ها که بچه های 25-4 ساله تا 30 ساله بود داخلشون، همه جرسه دستشون گرفته بودن و... سب کن کاکو، سب کن. اولا وقتی جسه دست مردم بود دیگه، این بعد از انقلاب بوده، چون 22 بهمن ارتش آقای قرباقی و اون کمیسیونی که بود به اصطلاح با مردم قراردادی نوشتن و چیز کردن، بعد مردم ریختن تو پاسگاه ها، تو کلانتری ها و اینها اسلحه آوردن. اونایی که شما میبینی بعد از انقلاب بوده. اون تظاهرات میلیونی که خبرنگارایی که اونجا بودن با هلیکوپتر عکس میگرفتن و اینها قبل از انقلاب، و حتی میگن خود شاه وقتی سوار هلیکوپتر شد و رفت تهران نگاه کرد و جمعیت رو دید که اینا دارن فریاد میزنن مرگ بر شاه، و اونجا بود که دیگه برید ترسید. اون واقعا میلیونی بوده که نمیدونم از کجا میدون فوزیه تا این خیابونه چی بود، خیابونه که همینجور میرفت تا میدون شهیاد و اینها. همین درست میگم، من که ترور بلد نیستم. من تو ارتش که بودم با وجودی که وظیفه بودم، چون ورزشکار بودیم و هیکلی داشتیم و اینا، ما رو فرستادن هوابرد، هوابرد شیراز، که ما به شوخی میگفتیم اینا چون تشخیص دادن ما خریم، ما رو از هواپیمای خرپرون میخوان بپرونن بیرون بماند. خب اون موقع هم چتباز بودن و از هواپیما پریدن اینا ذوق و شوقی داشت اینا. خلاصه بعد شانسی خوردیم به این دوره انقلاب. دوره انقلاب این حاج آقا شاه فکر میکرد همه دوستش دارن. دیدید این ترامپ چقدر لوس میشه فکر کنه همه دوستش دارن، نمیفهمه چقدر مورد تنفره. آدم های خودخواه اینجوری هست. یکیش اینه که نمیشینه حساب کتابش ردیف کنه. این شاه بارها گفته بوده که من همه دوستم دارن، 99% دوست دارن، اون 1% هم که من دوست ندارن خائنن. ای بابا ای بابا. به همین خاطر نرفته بود 2 تا 3 تا ماشین آب پاش بخره،
از این ماشینایی که جلوش مثل توری مال مرغ هست، اگه سنگ میزنی شیشش نشکنه بهش میگن ماشین، به اصطلاح چیزای ضد شورش. شما ببینید آخونده پدرسوخته از اسرائیل و اینا چیکار کردن، طرف آورده مثل لابستر. لابستر دیدین وقتی اینجوری میکنی پوستش میاد رو هم دیگه، اینا کلاره که میپوشن یه چیزایی میاد رو گردنشون و اینجا و اصلا بازوها رو اینا، اولا قیافشون رو ترسناک میکنه، هیکلشون رو کمی از اونی که اصلا بزرگتر جلوه میده. اصلا این تمام این ماجراها، شما برو داستانها رو بخون تو جنگا، اونی که کلاشو بزرگتر میکنه، بال و پر میزنه، شمشیرش رو نیزش رو بلندتر میکنه یا شمشیرش رو طولانی تر میکنه، همه اینا اینه که رو مغز طرف کار کنن و بگن من بزرگتر از تو هستم. اینو داشته باش. این پدر سوختایی که آخوندن مسیحی هستن میاد بوق میذاره رو سرش، کلاشو بلند میکنه، عمامه میذاره رو سرش، کلاشو بلند بزرگ میکنه، اینا همشون چیز داره منطقی، یک فلسفه‌ای داره که ترس ایجاد میکنن. به همین دلیل شما نگاه کنی حیوونا وقتی میخوان دعوا کنن اینجوری خودشو باد میکنه. اصلا یک ماهی هست سمی هم هست، ژاپنی هم هست، اینجوری خودشو باد میکنه، یا یه حیوان دیگه هست که تیغ پرت میکنه و اینا بماند. در هر صورت ما چون آقای شاه نیروی ضد شورش نداشت و چون کلانتری و پاسبان و اینها بیشتر تو هر محلی که بودن با مردم دوست بودن، آشنا بودن، مثلا این آقا علی آقا بود میفهم میدونستن مال کلانتری شیشه یا این مال کلانتری سه دم درشیخه یا اون مال فلانه. خیلی هاشون بدبخت ها وضع پولیشون خوب نبود، بدهکار بودن به بقال مقالا و اینا، دیدن آقا نمیتونن با آجان و پاسبان و اینها حریف مردم بشن. اتفاقا این آقای سرشار، به روز سرشار که توی شهربانی تهران بوده، این یه بار حرف درست زد. این خانواده سرشار یکیشون خوب بود، اونم مرد بیچاره، حسین سرشار بود، باقیشون یکمی شنگولن. بله ترسوان، خیلی ترسوان بیچارا، تو ارتش و توی شهربانی و اینا بودن، خیلی ترسو، همینجور بله قربان چیز شدن، مثلا به خودشون هم در باز کنن میخوام برن توالت عکس خودشون میبینن سلام قربان اینجوری هم بمانه. این یه حرف درست زد، گفت آقا اگر شهربانی رو فرستاده بودن تو خیابون هیچ کسی کشته نمیشد، چون اینا با مردم دوست بودن، مال محل بودن فلان اینا. بمانه چون یه دفعه همون چیزی که شما شنیدی اینجا بودی، احیانا حرکت های 1 میلیونی شروع شد، مجبور شدن یک کمیته ویژه‌ای، اینم من فقط دارم راجع به شیراز صحبت کنم چون از هیچ جای دیگه خبر ندارم، اطلاعات ما 40 سال پیش همین دوربر خودمون بود، تقریبا مثل این اسبایی که دوتا چی میزنن این ور اون ور، یا مثل اسب اثری که چشمشو میبندن بیچاره داره میچرخه فکر میکنه او چقدر حالا راهپیمایی کرده. بمانه از میدان فوزیه تا میدان شهیار، بله این میدان فوزیه اون پارچه فروشی مقدم اینا فامیلای ما بوده که بعد شد میدان امام حسین اگه اشتباه نکنم. خلاصه شما 2-3 تا چی رو قاطی کردی، هیچ اشکالی هم نداره. من شبا تلویزیون نگاه میکنم، بعد فرداش وقتی میخوام ببینم که اینو جیمی کیمل گفت یا جان استوارت گفت، جان استوارت که حالا تعطیلیه فعلا، یا اون استیون کولبرگ گفت، اصلا یادم نمیاد، قاطی میکنم چون دیگه مغزمون انقدر شارپ نیست که بتونه اینا رو چیز کنه. اول انقلاب اسلحه‌ای مردم نداشتن، بله درسته یه آقای مثل آقای ماسالی و اینها اسلحه‌ای وارد بکردن توی ایران و نمیدونم اون به حرکت‌های سیاه چی بوده، سیاه کل و فلان اینها اسلحه داشتن، اونم بدبختا 4 تا آدم از من گشنه‌تر رفتن یه ژاندارمری، اونم بدبختر گرفتن، وای ما انقلاب کردیم، حرکت سیاه کل همین پریروز 40مین نمیدونم سالش بود و فلان. گوش بدیم به دنباله برنامه شما. پس اگر جمعیت میلیونی گفتن قبل از انقلاب، راهپیمایی‌های منظم، شعارهای منظم، که من اگر یه فرصتی باشه با آقای بنی صدر صحبت کنم، یه ساعت و نیم من باهاش صحبت کردم، رفتونم اصلا خونه‌شون 2-3 سال پیش و خیلی ممنون که هم به اصطلاح ما رو قبول کردن بریم خونه‌شون، هم چای بهمون دادن، نبات شیرینی اینا دادن
و ولی گفتم خب آقا ما که اینجا هستیم این دوربینم روشن کنیم. گفتن نه من نمیخوام مصاحبه کنم. گفتیم باش، چون انقدر مصاحبه کرده بودن با این حسیبی تو تلویزیون مردم و اینها که در هر صورت همه آزاد. میخوام ازش بپرسم آقا این برنامه های شعارها رو کی مینوشت، کی شعار میداد؟ بعد امروز یه چیزی پخش شده میگه وقتی میگفتن مرگ بر شاه، بعد مردم گفتن خب حالا بیان یه درجه، مردم اونا که مسئول بودن، یه درجه ببریم بالاتر بگیم شاه زنازاده است، خمینی نمیدونم آزاده است. بعد میگه آیت الله بهشتی گفته صبر کنید، شاه پدرش با مادرش ازدواج کرده بوده، شما همین جوری نمیتونید بگید فلانی حرامزاده است. ولی اینو داشته باشی الان همین شاه اللهیا، شما برو یک کلمه بر خلاف میلش بنویس بهت میگن حرامزاده. میگم آقا حالا بر فرض که یه نفرم حرامزاده باشه به شما چه؟ در هر صورت دوست عزیز بقیه پیامتون رو گوش میدم، شما اینجوری نمیتونی چیزا رو حل کنی، باید درباره یه برنامه بیای یه تاپیکی و یه الان مخصوصا حالا که چهلومین سال انقلاب است که پس فردا، امروز 19 همه نه، دو روز سه روز دیگه است، ولی ببینید چه کار میکنن مجاهدا در فرانسه. اوه اوه اوه، اصلا این خانم مریم رجوی با این فراخانی که داد دیگه خیلی داد، آه ببخشید یعنی خیلی دیگه آمدن. حالا ببینیم چی میشه. بله تلویزیون مردم و پارسا سوربی، بذار اینا پخش کنم بعد میام سراغ مانی عزیز که این نوشته رو فرستاده و خیلی ممنون. همین اینجوری کاپی اند پیست و این هم میاد اینجا. حالا ببینیم اگه دوستون بتونه اون کار رو انجام بده یا پیام بذارید روی شماره تلفنی که دیشب زنگ زدی 202-695-2573، اینه براتون بیارم. 3 دقیقه، اون مقاله 3 دقیقه هم نبود، شما میتونید برای من بخونید، من با صدای خودتون پخش کنم. بله گوش بدیم به حرفای این دوست و همکلاسی داداش ما همشه. خب 25-4 ساله تا 30 ساله بود داخلشون، همه جرسه دستشون گرفته بودن و تیراندازی برای اون بر. خب همه جوری ادامه پیدا کرد و خب دیدیم نتیجهش چی شده، چون اون موقع به ما میگفتن که انقدر ارتش کشته که اصلا نمیدونستن چجوری کشته ها رو ببریم، ما هم چیزی ندیدیم. حالا سوال من از شما اینه، شما که در شیراز بودید مأمور انتظامات بودید، آره واقعا کشته دیدید؟ آره یه جمعیت 1 میلیونی اون موقع بود؟ نه کاکو جون، جمعیت شیراز 480 هزار نفر بوده اون موقع که ما ایران بودیم، چجوری 1 میلیون بیارن؟ اون وقت هم که ساندیس نبود، ساندویج هم که نمیتونستن برای 1 میلیون. در هر صورت نه، بذار من ماجرای شیراز وارد بگم. مسجد حبیب طرف های فلکه ولیعت، اون پایین شیراز درسته، خیابون زند، شما آل دوی که میری پایین میشد اون دروازه سعدی و فلکه ولیعهد و اینها، اون پشت که میخورد از اون به میدون مصدق و فلکه مصدق و اینها، مسجد حبیب. آقا اینا ستاد داشتن، مساجد ستادهای فرماندهی بود، پیام میومد شبنامه، شبنامه رو میخوندن، اون به اون دستور میداد، اون به اون میگفت، اون به اون پخش میکرد میرفت. بعد میگفت شما از اینجا اگه اومدین، این ارتشی ها اومدن، مامورای انتظامی آمدن، شما رو چی میگن متفرق کردن، همه تون برین فلان جا جمع بشین. اونا چند قدم از ارتش جلوتر بودن، ولی چون شما سوال کردی من جواب دادم. من تو شیراز کشته و زخمی و اینا ندیدم، ولی حالا شما چون با داداشای من دوست بودید، برو بنویس خلیل سوربی سال 1342 دم کل مشیری بنده خدا کشته شد، گذاشتنش رو در مسجد نو اینا. این همین بود که شروع انقلاب بود، 1342 خرداد 1342 و آخرین روزای مدرسه هم بود بیچاره. بعد همه فکر کردن داداش من کشته شده اومدن خونه ما. این ماجرا بوده که این آخوندا حتی فامیل مرده هم عوض کردن، فامیل خلیل سوربی رو کردن خلیل دستقیب، چون خودشون که کشته و شهید نداده بودن، میخواستن به این وسیله امتیاز کسب کنن. این ماجرا. ولی دو تا سرباز بیچاره توی هوابرد، من در این دورانی که هوابرد خدمت کردم دیدم مجروح شدن. یکیش یه سربازی بود که مکانیک بود، بچه شمالم بود، این با مته اومده بود زیر ماشین یه کاری کنه، پلیسه میگفتن،
پلیسه مته افتاده بود تو چشمش، چشمش کور شد، مجروح شد. نمیدونم حالا دیگه بعدن تونستن کارش کنن یا نه، ولی همین یه چشمش که کور شد، تازه میخواستن معافش هم نکنن، میگفتن حالا میتونه خدمت کنه، و خودش هم میگفت من وای میسام اینا دیگه. بعد این یکی دیگه یه سری تیر پلاستیکی داده بودن که من هیچ وقت تیر پلاستیکی به من ندادن، من تیر معمولی داشتم، هم کلتمون هم اصله همون که جسه بود. بعد یه سری هم ما چون چت باز بودیم جسه هایی داشتیم که دسته نداشت، یعنی کوتاه بود که وقتی میپری به اصطلاح این به چسب تو سینت اینجا. اونم یه شبی که ما نبودیم، دو تا این بیچارا تو ریو هم اینجوری می نشستن، گویا این دستش رو گذاشته بوده رو ماشه چرت زده، تیر پلاستیکی شلیک کرده بود به دوستش که اینجا بهش میگن فرندلی فایر، و تو آمریکا خیلی اتفاق میفته. تو آمریکا بچه داداش رو میزنه، بابای بچه‌ش رو میکشه، نه از روی خشم و اینا، فرندلی فایر، از روی ناآگاهی اینا، که اونم یکی بود که من دیدم. ولی این که مردمو زده باشن کشته باشن زیاد اینا نه. ولی ماجرایی که شما شنیدید تو رادیوها خیلی سر و صدا کرد، چون اون موقع بیشتر رادیوها بود تا تلویزیون، اون ماجرای میدون ژاله، ماجرای 17 شهریور و اینا بود که خود آقای همین بهروز سرشارم میگه ارتشی ها اشتباه کردن، مردم رو بستن به گلوله. ولی همون هم هیچ وقت تعدادش معلوم نشد، یکی میگو اینقدر هزار تا، یکی میگو 200 تا، یکی میگو 2 نفر، میگو 3 نفر. ولی یه چی برای شما بگم، شما اگه یه جایی این بیچاره ندا یادتونه کشته شد، وقتی یه جای خون ریخته بشه مردم ترس برشون میداره. بعضی وقتا یه نفر کشته شده ولی ترسی که درست میشه و مردم شروع میکنن اینجا بهش میگن استمپت، راه میفتن تاپ 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 میدوئن، این باعث میشه بچه بیفته زیر دست پا، زرا بیفتن زیر دست پا، آدمه داره میدوه پیرمرده، اون یکی میفته روش، 10 نفر دیگه میفتن روش، از این چیزا تا دلت بخواد. یکی از کارهای ما این بود که وقتی یه جایی رو خلوت میکردن اینا، با چند تا سرباز باید میرفتیم کفش و دمپایی های مردم رو که ول کرده بودن در رفته بودن مساجد، کفششون در می بردن دیگه. وقتی طرف یه خبری می شد و اینم زدار کفششون پیدا کنه، اونم مسجد هایی که هر وقت می رفته یه کفش تو یکی دوزیده بود، بالاخره می گفتن برین این کفش ها و دمپایی ها رو ورداریم بیان. دو تا دلیلم داشت، می گفت یکی فردا میگن ببینید اینا آدم ها کشته شدن، اینا کفشاشونن. یکی دیگه اینی که شما اگه کفش و دمپایی مردم رو بیاری، طرف فردا کفش نداره بیاد تو خیابون. آقایون خانما، ملت عزیز ایران در زمان شاه یه کفش داشتن، اگه این کفششون رو میرفتن مسجد و فرار میکردن از دست ما مامورا، ما اگه میرفتیم ورمی داشتیم میآوردیم، این دیگه کفش نداشت که بیاد چیز. یاد یه جوکی افتادم، نمیدونم حقیقی بود یا جوک بود، گفت طرف داشت میرفت مدرسه، خونه معلمشون رو بلد بود، خونه معلم رو که نگاه کرد پشت بوم دید که شلوار معلمشون رو آویزون کردن روی بند پشت بوم، دور زد رفت خونه. فردا که رفت مدرسه معلمه گفت حسن چرا دیروز نیومدی؟ گفت آقا ما اومدیم دیدیم شما شلوارتو شستن گذاشتن اونجا، گفتیم خب وقتی شلوارتو شستن گذاشتن اونجا شما هم نمیای مدرسه، ما هم رفتیم خونه. طرف گفت آقا من چند تا شلوار دارم. بالاخره نشون میده معلومات دو تا شلوار داشته، یکیشو میشستن یکیشو میپوشیدن. خب این پیام دوستمون رو تموم کنیم. فکرم کارسان اون موقع ایران شیراز جمعیت پیش امیجون بودن دارداشت حالا نمیاد. خیلی ممنون از سلاماتون، اگه چیزی یادتون مونده اینا یه توضیح بدید بعد مثل یه خورده روشن بشیم. از این مثل روابط ایران و امریکا هم داره به خوبی جلو میره، چون امام پیغام داده که اگه ایشون توبه بکنه ما میام صحبت میکنیم. حالا توبهش که به جهنم، البته باید شیعه باشه توبه بکنه توبهش قبول بشه، بعد خدا کنه در اصل آخر یخش نگیره بگه آقا باید ختم بکنی که ما قبول بکنیم. حالا اگه در این مورد هم چیزی میتونید بگید بد نیست، روز خوبی داشته باشید، فرایده خوبی و ویکند خیلی خوبتری داشته باشید. خیلی ممنون که خنده به لب ما آوردی. این ماجرایی که باید ترامپ بیاد توبه کنه،
به نظر میرسه کم کم خامنه ای داره توبه میکنه، چون الان گفته ما وقتی میگیم مرگ بر آمریکا منظورمون مردم آمریکا که نیستن، منظورمون دولته. گفتم لابد اعلامیه بعدی میگه ما وقتی گفتیم مرگ بر آمریکا غلط کردیم، مقابلمون کنی، دست از سرمون بردار. ولی این ماجرایی که اگه میخواد توبه کنه باید ختنه هم بشه، میدونید که یه جوکی هست میگه طرف آمد مسلمون بشه، بهش گفتن باید بری ختنه کنیم. بعد یه مدت که دید آقا صبح سحر صداش میزنن میگن بیا نماز بخون و فلان، اینا همه اینا گذشت تا رسید به ماه رمزون. ماه رمزون که شو گفتن باید 30 روز گرسنگی بکشی. گفت که نه آقا نمیخوام، من میخوام مسیحی بشم. گفت آقا نمیشه. گفت چطور نمیشه؟ گفت الان اگه بری بیرون میشی مرتد. گفت مرتد یعنی چی؟ گفت یعنی سرتو میبرن. گفت آقا این چه مذهبی شما داری؟ میخوای بیای تو سر دودولتون میبرن، میخوای بری بیرون سر خودتون میبرن. اینم ماجرا شما میگی منم از راه به در میکنیم. آقای خورسندی از تلویزیون مردم و سربی، مدتی است که از طریق فیسبوک برنامه تلویزیون مردم که سربی 2 ساعت روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه اجرا میکند را میبینم. از ساعت 2 بعد از ظهر وقت نیویورک وقت خودتون رو تنظیم کنید. آفرین. توی ونکوور از ساعت 11 صبح. این سربی خارج از تحصیلاتش یک شیرازی و معمولی است، نه حافظ است نه سعدی، ولی قدری به بابا طاهر میخوره. خودمانی است، اظهار فضل نمیکنه، هر چیز را که نمیداند فورا میگه نمیدونم. لهجه شیرازی نداره. آقا قربونت برم، حتما شما دنیا دیده هستی که لهجه منو متوجه نمیشی. اونایی که فقط خودشو دیده و باباشو دیده و شمرون دیده و تهرون دیده به ماها میگن دهاتی، میگن اولا ما فارسی و مال شیراز هستیم. تو اگر نرفتی این ور اون، تو از بابات بپرس از کدوم ده به خاطر بیکاری آمد تهرون. برید فیلم تهران انار ندارد یا دارد، مال نصرت الله کریمی، برید ببینید. در هر صورت تحصیلات چنین و لحظه شیرازی ندارد چندان، ولی سنس آف هیومرش عالی است. سنس آف هیومر خودش هم قشنگ نوشته، معنیش بهترش رو میدانید بگویم ما هم بدانیم. مثلا گفتم اظهار فضل نمی کند در من، ببخشید، سنس آف هیومرش عالی است، فارسی شاید بشود شوخ طبعی. کاملا درست میگه، شوخ طبعی، طنازی. من به داداش شما میگم هادی خورسندی طناز، چون طنز نویسه دیگه. ستایر اینجا میگن چی میگن چه میدونم، ستایر ها. ما 50 سال دیگه هم اینجا باشیم میشیم همون ماجرای کلاغ و کپک و اینا. را رفتن خودمون از یادمون را رفتن کپک هم یاد نگرفتیم. خلاصه میگه که سنس آف هیومر داره، شوختبه. حالا اگه معنی رو بهتر میدونید بگویید ما هم بدانیم. مثلا گفتم اظهار فضل نمی کنه. در برنامه گذشته گفت طرف کلک رشتی زده، بلافاصله گفت نمیدونم چرا میگن کلک رشتی، شما هم شاید ندونی، اینجا میتونست مینویسم یاد بگیرید. رشتی ها برای شکار مرغابی یک مرغابی چوبی درست میکنن، رنگش میکنن مثل ماده یا نر، میندازن توی آبگیر و خودشان قایم میشن و با وسیله مخصوص اگر ماهر باشن صدای مرغابی را در میآورن تا مرغابی های وحشی بیاین به هوای این مرغابی قلابی بیفتن توی تور شکارچی. به این مرغابی مصنوعی کلک میگویند و حالا این عمل به کلک رشتی معروف شده، گور زدن به طریق رشتی. بگذاریم. آقا خیلی ممنون که اینو گفتی یاد گرفتیم. من همیشه فکر میکردم کلک رشتی یه چیز منفیه، یعنی مثلا ببخشید حتی میگفت بیا آقا بریم 2 تا بلیت بخریم ولی نریم سینما، و میگه حالا به من کلک رشتی میزنیم. ولی این کلک رشتی خوبی خیلی اینا باهوشن، بیان جلو یه چی براتون بگم. میدونید که اینا که بال شمالن، حالا یا به دلیل نزدیک بودن با روسیه یا به هر دلیلی، خیلی از ما جنوبی ها پیشرفته تر بودن. این جوکایی هم که براشون درآوردن یه سریش به خاطر اینه که اینها خیلی جلو بودن، براشون مسئله بیهجابی، مینیجوب، فلان اینا اهمیت نداشت. یکم بریم جلوتر. آقا اگه طرف زنش میمد بهش میگو آقا من نمیخوام دیگه با تو زندگی کنم، نمیرفت مثل پاکستانی ها و مثل جنوبی ها بکشتش و غیرتی بشه و نمی، خب دیگه نمیتونه باره، خب همین کاری که اینجا میکنن دیگه. حالا نمیدونم درست میگم غلط میگم، ده هست. اینم ماجرای رشتی. خب خیلی من بگذاریم. برنامه سربی با همه سنگینی خودش یکی طلب تا زدی به من.
منظور سنگینی منم، سنگینی خودم یا سنگینی برنامه. برنامه سربی با همه سنگینی خودش خیلی ساده و سبک است. سبک به این معنی که قابل فهم برای همه است. کلک رشتی نمیزند. وابسته به هیچ حزب و دسته و بی دسته هم نیست. نه ایران را میخواهد نجات دهد، نه مردم ایران را شوقی دارد که با هممیهنانش گو و گفتی داشته باشد. ساده و بی آلایش برنامه اجرا میکند، حرف همه را پخش میکند، کامنت همه را میخواند، از همه دعوت میکند بیایید صحبت کنید، هرچه میخواهید بگویید، دل تنگتان بگویید، از همه انتقاد میکند و دشمن رئیس جمهور دیوانه شم است. آقا ما رو میخواد بفرسته زندان؟ ما دشمن این دیوانه نیستیم. اگه کسی با دیوانه دشمنی کنه خب خودش دیوانه است. من مخالف این مردک هستم. و گفتی حالا بعد برات بگم که ماجراهای جدید، اولا 17 تا بازرسی و فلان اینا بود، دیشب شد 20 تا. و یکیش اینه که این آقا مثل این لاتای آلکاپون و فلان اینا تهدید، کیو تهدید کرده؟ اشتباهی نگین کی رو تهدید کرده، کیو تهدید کرده؟ این آقای جف بیزو مال کوبا هست، اصلیتش صاحب آمازون، پولدارترین مرد جهان رو با اون دوست احمقش هست، نشنال انکوایر چیه که خود اونم الان داره با دولت با بازرس مخصوص همکاری میکنه، اینا توطئه چیدن بهش، گفتن ببین اگه بیای دنبال ترامپ ما هم عکس ها و پیام‌های خصوصی تو اینا رو پخش میکنیم، که اون چون زبله زودتر اومد خانمش طلاق داد خیلی قشنگ و بیستر صدا، پولاشون تقسیم کردن، رفته با دوست دخترش داره زندگی میکنه، خوش میگذرونه هرچی. و این گفت که ببینید من مثل اونا نیستم که بگم چون پول دارم حالا به هی حق و سکوت بدم یا فلان بدم. آمد همه اون تهدیدها رو گذاشت و چاپ کرد و میتونید برید بخونید، چندین صفحه است. ببخشید. بله، میگه که دشمن رئیس جمهور است که من دشمنی با هیچ کس ندارم دوست عزیز. دروغ نمیگویم گاهی و کمتر عصبانی میشوه. این خیلی زیرکانه نوشتی یا دروغ نمیگوید گاهی یعنی چی؟ بله، و کمتر عصبانی میشود. یکی دوستهای فیسبوکی یک چیزی طلب به من گفت، من میخواهم آبرویش را ببرم. گفتم چرا؟ گفت با طلب ما بد است، میخواهم عصبانیش کنم آنقدر که به من بد بگوید. جنده پتیاره توی تلویزیونش. گفتم سربی فکر نمی کنم اینقدر عصبانی بشود، ولی ای والله این خانم موفق شد، هم سربی انداختش بیرون، هم من را که شرط را باخته بود از دوستانش حذف کرد. ببینید تلویزیون مردم را، برنامه پارسا سربی را، تا ببینید چه تلویزیون های بی خودی خودشان را برای براندازی جر رو واگذار می کنند. در صورت مثل منا در عربستان سرب سنگین است. آها خیلی خیلی کلکیمانی میگه سرب سنگین است. راست میگه، از لحاظ وزن مخصوص میدونید حتی این سرب رو استفاده میکنن وقتی میخوان ماهی بگیرن، اون قلاب ماهیگیری یه سرب بهش آویزون میکنن که بره پایین، بعد یه توپ بادی میذارن اون بالا. این بیچاره ماهی ها به چه کلک هایی به اصطلاح انسان ها میگیرن چون سرب سنگین است. خیلی ممنون. خب ببینیم که چیه. حالا هر کدومتون با این خانم مهری خانم آشنا هستید، دوست هستید، بگید بیاین. من قبلا هم گفته بودم که هر کسی طرفدار شاه هست، هر کسی، یا تا یه خانم بود خانم شهلا خانم چند مدت پیش قرار شد بیاد، بنده خدا مریض شد، بعد خانم ایروانی قرار بود بیاد، ایشون هم نتونست مدرک دیپلم شاه رو پیدا کنه و نیومده هنوز. شما میتونید بیاین اینجا. آقا من رفتم یک نوشته ای رو گذاشتم که تیمسار متین یا مبین یا همچین چیزی میاد توضیح میده که شاه عیاش بود و وقتی که جشنای 2500 ساله بوده زنا رو فلان چادر و فلان اینها، بعد یه احمقی آمده نوشته مادر تو هم توی اون چادر بود. حالا نمیدونم به من نوشته یا به اون تیمسار متین نوشته. یعنی ببینید این اصلا حاضر نیست این بوتی رو که درست کرده نزدیکش بشه. بچه که بودیم یادتونه یه جایی که اینا حالا میگن تو ایران به خاطر جشنای 2500 ساله همه کوچه ها روشن بود، ولی ما کوچه‌مون فقیر بود، این کوروش قهرمانی هم هی سنگ میزد چراغا رو میشکن.
یادتونه وقتی یه جا تاریک بود اون چراغ پشت سریتون نور مینداخت، سایه خودتون دراز میشد، اینجوری خودتون از سایه خودتون وحشت میکردید. اینم ماجرای ما ایرانی هاست. بعضی وقتا خودمون از خودمون وحشت میکنیم، خودمون یه چیزی رو بزرگ میکنیم. الان شما ببینید مردم ایران چجوری خمینی میگو من یه طلبه ساده هستم، من میرم قم میشینم فلان. گفت آقا قم چی چی، بیا جماران، بیا شمیران، بعدم قبرش اینجوری. حالا کاری کردن، خودمون ازش میترسیم دیگه، نزدیکش هم نمیتونم بشم. شاه هم که شده بود سایه خدا، آویزون به فلان خدا و بمانه. راستی خدا فلان هم داره یا نداره؟ بله، برای اولین بار من شنیدم که شما عصبانی شدید، با وجودی که حق داشتید انتخاب واژه بهتری بود. شما کاملا درست میگید آقای رجبی و من سعی خودم رو میکنم. چشم، مرسی. بله، بعضی وقتا ما توی انتخابامون اشتباه میکنیم دیگه. خب منم انسانم، یا اقلا اینجا دارم ادای انسانها رو در میارم، گاهی وقت اشتباه میکنم تا بگم که ما انسانیم. بریم سراغ آقای هوشنگ امیرعمدی و ببینیم ایشون که گفته مردم میتونن سب کنیم دیگه. چه من یه بار حالا میگم دوستان، اون نوشته خانم دکتر سپهرا رو از کسی پیدا کرد، یا فرخ معمولا تو برنامه ما هست، پیدا کرد همین جوری که آقای مانی نوشته بفرستید، من میتونم بخونم. خیلی ممنون دوستان عزیز. با آقای دکتر پروفسور هوشنگ امیرعمدی هستیم. آقای امیرعمدی، یه نفر نوشته بود کسی که به خودش بگه پروفسور من قبولش ندارم. حالا انگار که مثلا شما منتظر هستید که ایشون قبولی شما رو بده. خب آقا طرف پروفسوره، طرف تو دانشگاه درس میده، طرف دکتره، بیاد بگه من نیستم. در اصل من خیلی ممنونم که وقتتون رو به من دادید. همونجوری که قبلا با شما در تلفن صحبت کردم، ماجرا مصاحبه‌ای بود که چند روز پیش در تلویزیون کانال یک گویا شما داشتید و توی اون شما گفتید که مردم ایران به اصطلاح تجربه فرهنگی تاریخی نشون میده که با کلمه شاه میانه بهتری دارن. و آقا حالا ما میایم نماینده رو انتخاب میکنیم، اسمشو میذاریم شاه. من توی برنامه هم گفتم آقا این آقای هوشنگ امیرعمدی فکر نمیکنم. طرف برای من فرستاد گفت آقا بیا خودت نگاه کن. من نگاه کردم، ولی بذارید یه چیزی رو بگم. این آقای امیرعمدی همون سنس آف هیومرش خیلی خوبه. من ایشون از سال 2001 یا 2003 میشناسم و همین جوری که باید حرف میزنه، ماجرای زندگی روزانه رو که میگه، یه دفعه میبینید شما بهتون طنز گفته. اون روز به من زنگ زدن ایشون، چون براشون پیغام فرستادم، به من گفتن حاج آقا. گفتم آقا کی تا حالا ما حاج آقا شدیم؟ گفت خب از زمانی که تو من میگی طرفدار شاست. آقا خیلی ممنونم که با ما هستید. یکم صحبت کنیم من ببینم صدای شما رو هم داریم. نه صداتون رو نداریم آقا. الان چطوره؟ آها حالا درست شد. بله درست شد. بله. ما یه میکروفون خیلی استثنایی اینجا دارم که کیف میکنی با این صدا. بله، اتفاق فکر خوبیه. من به بعضی از دوستان میگم که همین کاری رو که شما انجام میدید که کنترل دستون باشه. در صورت من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شما میذارم. خودتون برای ما بگید که چی شد اون مصاحبه و بعد چرا شما گفتید که خب انتخاب کنن ولی اسمش رو بذارن شاه، ولی من پیدا کردم، چون اون کسی هم که برای من اینو فرستاده بود out of context فرستاده بود، یعنی یه بریده ای رو فرستاده بود، ولی شما بعدش توضیح میدید. حالا همه رو خود شما امروز اینجا برای دوستان بگید که توی یک برنامه باشه، کسی نتونه قیچی کنه، کات کنه، منم ساکت میشم و گوش میدم. بفرمایید. خیلی متشکرم. سلام برای بینندگان گرامی تلویزیون مردم. کار خیلی خوبی میکنید. مردم رپورتتون ماشاءالله بی‌نظیره. عرض شود حضورتون که میبینید ایرونیا هر جور هر کاری بکنی یه ایرادی ازش دارن. اینا همیشه طرف خالی لیوانو میبینن. اصلا عادت ما نکردیم، فرهنگ ما طرف پر رو نگاه نمیکنه. یعنی همیشه وقتی که به تو گوش میده همش دنبال یک ایراده، میخواد اصلا گوش هم نمیده، فقط یه ایرادی میخواد پیدا کنه که بعد بیاد یه کاری بکنه. بعد کنم که اولا در مورد اون پروفسور خوندن من داستان داره.
آقای شهرام و همایون دوست عزیزمون وقتی که آقایون دیگر رو میاره، مخصوصا رویالیستا میاره، همشون پروفسورن. آقای پروفسور الله یار فلان و اینا، خب پروفسورم هست واقعا که اون دوست چیز رو داره دوست میکنه، ولی به من که میرسه خیلی که زود میزنه دکترم. بعد در کنار منم هر کس از را میرسه دکتره. میگه آقا دکتر که هر کس که از را میرسه دکتره، من بیچاره 35 ساله توی تحقیقم 25 تا کتاب دارم، سمت پروفسوری دارم، تایتل من پروفسوره، تو نوشته هام هم همینه. حالا چون من خودم هم مجری هستم، کسی دیگه نیست، خب خودم ها اینجوری معرفی کردم، خیلی چیز عادیه. شما اصلا توی اروپا که بری، طرف میگه خودشو همیشه میگه پروفسور دکتر هوشنگ امیر احمدی مثلا، اصلا دکترش هم نمیندازه. این چیزاییه که تمه جا هست، ولی خب ایرونی ها میدونی حسودن، بخیلن، میدونید کوته نظرن، این حرفا رو در میارن. آقا من پروفسورم، من یه پروفسور ممتازم، گرفتی؟ میخوای بگم کی؟ خودم بیارم در سطح تو؟ این نکته اول. نکته دوم در مورد این جریان شاه اینا، ببین ما هم خودم هم آبان سازمان ما نوشته، تو بیانیاش هم هست، همه میتونن بخونن، همه جای دنیا هم پخش شده، ما جمهوری خواه هستیم، ما یه رپابلیک میخوایم که پارلمنتاریه و دموکراتیکه، پارلمانتری دموکراسی. خب سیستممون اینه، فکرمون اینه. حالا یه عده اومدن میگن آقای عده از ایرونی ها از این شاه میخوان. گفتیم حالا ما که دیگه شاه که تموم شد، ما دیگه نمیتونیم شاه داشته باشیم، شاه مردم گفتن دیگه نه. اما خود رضا پهلوی هم همینه میگه، یعنی من نیستم، خود رضا پهلوی میگه شاه نه. اما یک چیزی این وسط اومده، میگن که آقا چرا حالا اسم این طرف به جای اینکه رئیس جمهور باشه اسمشو بذاریم شاه، ولی رئیس جمهوره. مثلا ایشون برای 5 سال انتخاب میشه، مورسی نیست، انتخابیه، ولی تایتلشو به جای اینکه بگیم آقای رئیس جمهور سربی، میگیم شاه سربی. میگیم خیلی خب در به شما بگید شاه سربی، من میگم رئیس جمهور سربی. من زیاد میخوام بگم که من باشید مشکلی ندارم که ازم بهش بگی رئیس جمهور سربی یا شاه سربی، ولی مشکل من یکی اینکه این باید انتخابی باشه، دوم نباید مورسی باشه، سوم نباید شخص قدرت باشه، یعنی یک چیز سمبولیک باشه. شاه بخواد بهش بگی باید انتخاب بشه، باید بورسی نباشه و نباید هم قدرت داشته باشه، مثل ملکه انگلستان باشه، من چه میدونم مثل رئیس جمهور عرض کنم که اسرائیل بشه، یا آدمی باشه سمبولیک اونجا بشینه کشور رو، چون پارلمنتری دموکراسیه، نخست وزیر میگردونه و مجلس نماینده های مردم تصمیم میگیرن که باید کی نخست وزیر باشه، بعد نخست وزیر وزیر انتخاب میکنه، وزیر میره، همون سیستمی که ما در ایران داشتیم و شاه قرار بود حکومت نکنه، این سمبول باشه، ولی خب اونجا یه ذره فرق میکنه الان، برای که اون موقع شاه مورسی بود، ما قبول نداریم، انتخابی نبود، ما قبول نداریم. ولی اگه بحث فقط روی اسم، هر چی اسم بخواد بهش بگو، ولی نکته مهم 3 تاست. 1، این آدم سمبولیک نمادی قدرت نیست. 2، این آدم انتخاب شده برای دوره مشخص و این نمیتونه برای ابد هی خودشو انتخاب کنه، دورش هم 2 تا دوره هم حد اکثر میتونه انتخاب بشه، بعد بذاره بره. و 3، این آدم عرض کنم که مورسی نیست، یعنی نمیتونه بیاد بگه آقا حالا که من میخوام برم پسرم باید بیاد یا دخترم باید بیاد، فرق نمی کنه. نه، برای توضیح اینه، من خودم جمهوری هست، جمهوری خواه هستم، بابان جمهوریه و اینجوری هم داریم پیش میریم. بسیار ممنونم. خب پس تا اینجا اون چیزی که من فکر میکردم درسته و دوستان نوشتن که اعلی حضرت روحانی شاهنشاه کلیدی ایران،
چون این آقای روحانی گفته بود من با کلید امید و نوید و نمیدونم از این چیزا میام. بعد من فیسبوک شما رو هم نشون دادم که دوستان بتونن از این طریق با شما در تماس باشن. این نقاشی که اینجا کردید، یکی از دوستان برای من نوشته بود که نگاه کن آقای هوشنگ امیرعمدی نقاشی که گذاشتن اونجا خودشون رو یه جوری میخوان شبیه دکتر مصدق نشون بدن. این ماجرای این نقاشی چیه و چرا شما نقاشیه؟ من نمیفهمم نقاشی کدومه. یک عکسی هست، عکس شماست به صورت نقاشی روی صفحه. اونو ببین، من که نقاشش نبودم که. یه آقایی توی لندنه به من اینو هدیه داد، خودم هم سورپریز شدم. نقاشه، الان هم توی لندن زندگی میکنه، مثل این که رفته از یه جایی عکسی از من برداشته و بعد اینو کشیده و برای من فرستاده. من سورپریز شدم یه نقاش این کارو کرده. حالا مگه چه اشکال داره بنده خودم مصدق جا بزنم؟ مثلا مصدق مثلا چی داشت که مثلا از من خیلی مهمتر بود؟ چون شاهزاده بود؟ مثلا ببین این حرفای احمقانه است، خیلی عذر میخوام. بله چی بشه؟ خب که چی؟ اصلا خودم هم مصدق جا بزنم، خب چه اشکال داره؟ من اصلا آقا همیشه میگم قوامم، من اصلا یاد باشه من همیشه میگم من قوامم، مصدق نمیخوام باشم، چون من مصدق رو قبول ندارم به عنوان یه سیاست مدار، به عنوان یه آدم ملی ایرانی وطن پرست قبولش دارم، ولی به عنوان سیاست مدار اصلا من مصدق رو قبول ندارم. سیاست مدار نبود، ولی آقای قوام بود، آقای فروخی بود، من اینا رو قبول دارم. نکته که من دارم، من خودم از نظر سیاسی خیلی قوی تر و مهمتر از مصدق میدونم. روک راست تعارف ندارم با کسی. من خودم یه سیاست مدار برجسته میدونم که نظیر من کم الان تو ایران هست. بگو یکی رو نام ببره، یکی رو اسم ببرن. چرا فکر میکنید که مصدق تجربهش کم بود و شما ببین سیاست آقای مصدق یادم پوپولیست بود. بله یادم پوپولیست بود، حرف میزد، گریه میکرد، داد میزد، میدونید کمرش درد میکرد. پوپولیست رو به فارسی هم عامی بگیم. من میخوام بگم که آدم ملی بود، آدم وطن پرستی بود، آدم خوبی بود، ولی سیاست مدار یا آدم دیگریه. سیاست مدار مثل آقای قوامه که میره آذربایجان رو از استالین با کلک میگیره. اگر آقای مصدق سیاست مدار بود، یه کاری میکرد که نفت و ملی میکرد، سرنگونم نمیشد، کشور رو هم به اونجا نمیکشید که بالاخره برسیم به جمهوری اسلامی. اعتقاد دارم اگر سی تیر قوام برنده میشد نه مصدق، ما انقلاب اسلامی نداشتیم. ببین مردم ایران درک درستی از تاریخ و اینا ندارن. سی و تیر روز بعد قوامه. یعنی کشتیبان را چیز دیگه اومد از یه حرفا، ولی همونو برای در حالی که توجه ندارن که بگن اگه سی و تیر میدونید این مردم که به اصطلاح با شور و هیجان نمی اومدن و این دریان اتفاق نمی افتاد و عرض کنم که آقای قوام نخست وزیر میموند دیگه، نه 28 مردادی داشتیم و نه انقلاب 57. صادقانه میگم، بنابراین نه کاری با این ندارم. میخوام بگم که آقای مصدق آدم خوبیه، ولی آدم خوب معناش این نیست که سیاست مدار خوبی هم هست. آدم خوبیه، یه ملی، آدم ملی وطن پرست ما زیاد داریم مثل ایشون. منم هم اینو همیشه گفتم، وقتی دوستان میگن فلانی خوبه، میگم شما حاضری قلبتو بده اون جراحی کنه صرفا به این دلیل که خوبه، یا میری دنبال یه دکتر متخصص قلبی داری؟ آقای امیرعمدی وقت دارید با ما باشید که دوستانی که اون حرفامون یعنی همش کج دیگه، ببینید همین دوستانی که الان صحبت از این میکنن که من عکسمو کشیدم شبیه مثلا مصدق، علی میگفتم این همون آدمیه که همش دنبال بهانه میگرده، اصلا میخواد همش بخواد یه چیزی بگه. حتما یه آدم بی سواده، یعنی کله خریه دیگه، ولی آدم های اینجوری کله خر بی سواده. آدم درست حسابی که نمیاد همچی حرفی بزنه. آدم درست حسابی میاد میبینه امیرعمدی کیه، کتابایی که نوشته چیه، یه ارزیابی از امیرعمدی میده، آقا کجاش اشتباه کرده، کجا درست کار کرده، میاد از امیرعمدی آدم بهتری بسازه، میسازه، نه اینکه میاد بخواد سر کنه تو سرش بزنه، کوچیکش کنه، حقیرش کنه که آقا تو رفتی نمیدونم خودتو اینجوری کردی، اونجا رفتی فلان کار کردی، اینجا به خودت دکتر و پروفسور گفتی. اینا حرف آدمایش میدونی لومپن و شالاتان و اینجور آدمان به نظر من.
بسیار ممنون آقا، وقت دارید با ما باشید؟ این نوشته هایی رو که دوستان روی فیسبوک میفرستن از نقاط مختلف دنیا من بخونم، شما نظرتون رو بگید. هستم خدمت. بله، آقای فرزاد نیساری، همشهری عزیز من از کشور آلمان، میگی که با درود بر شما، منظور منم و مهمان گرامی، منظور شما آقای مانی خورسندی، داداش آقای هادی خورسندی، طناز نازنینمون، میگی که چرا میگویند شما لابی جمهوری اسلامی هستید؟ خب اینو من 1,000,000 بار توضیح دادم. 1,000,000 بار اغراق نمی کنم. 23 سال دارم توضیح میدم، ولی خب آقای مانی بگو برو بخون. عرض کنم حضورتون که اولا اصلا جمهوری اسلامی لابی نداره، اصلا نمیتونه لابی داشته باشه. لابی برای حکومتی که روی لیست تروریست هاست توی این کشور غیر قانونیه. بنده اگه لابی جمهوری اسلامی بدم الان باید تو زندان امریکا بوده باشم، به 25 سالم حداقل باید اونجا باشم. بعد برای اینکه لابی کنی باید بری از وزارت به اصطلاح دادگستری امریکا مجوز رسمی بگیری، برای این رجستر بکنی، از این حرفا. و بعدش هم لابی به کسی میگن که پول میگیره از یک فردی، یک کلاینتی، براش سر یک سیاست مشخصی با یه سیاست مدار، یعنی پالیسی میکر، سیاست گذار در واقع، مثلا افراد کنگره یا مثلا اونایی که تو کاخ سفید نشستن یا توی عرض کنم که وزارت چی بهش میگن، وزارت امور خارجه نشستن، میره با اینا میگه آقا این سیاست خاص رو، یعنی این فرم لایحه خاص رو، لایحه این لایحه خاص رو بهشون رأی ندید، یا اینو نبر توی مجلس. تو مثلا اگه بیای بری یه سخنرانی بکنی یا جلسه بذاری بگی آقا من با تحریم امریکا علیه ایران مخالفم، این تحریم، اینو بهش نمیگن لابی. متاسفانه ایرانی ها متاسفانه نمیخونن، سواد ندارن. ما چه کار کنیم؟ ما یه ملت بیچاره‌ای هستیم، بی دلیل نیست. آقای سربی که در قرن 21 رهبر ما یا آخونده، رئیس جمهور ما یا آخونده، رئیس قوه قضاییه یا آخونده، شورای نگهبان داریم، مصلحت نظام داریم. ببین این کشور میگن که خلایق هر چه لایق. ها این آدمایی که اینجوری، یکیش میگه تو عکسش من مصدق، اون یکی میگه نه خودش پروفسور گفته، اون یکی میگه چرا میگن لابی، که اصلا 1,000,000 بار توضیح دادم. بازم همین توی همین جایی که شما الان همین نشستی، در همین جا هم فکر می‌کنی چند بار برای همین تلویزیون خود توضیح داده باشم؟ خب نه گوش میده، نه مثلا میفهمه، نه میشنوه. همینجوری آقا چرا؟ آقا من لابی نبودم، نیستم، نمیتونم باشم، اگه بودم تو زندان بودم. بسیار ممنون. امنیت امریکا 7 سال تمام زندگیمو گذاشتن روی ذره بین، اینکه توی ویکیلیک همه جا پخش شد. ویکیپدیا فکر کنم، نه ویکیلیک، ویکیپدیا. 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 نه ویکیپدیا، نه ویکیلیک. آها، من اونو ندیدم. اگر لطف کنید لینکشو بفرستید. بابا تو تمام دنیا پخش شد، عکسم تو همه جا بود. نیویورک تایمز، واشنگتن پست، اینا هم با من مصاحبه کردن که در اومد که سازمان‌های اینتلیجنس امریکا 7 سال تمام تلفن‌هامو میشنویدن و تمام ایمیل‌هامو میخوندن. آها. برای شما شنود گذاشته بودن. وقتی که میره میاد ایران، من نکنه جاسوسش باشه. بعد از 7 سال پاک پاک، من پاکترین امریکایی هستم که شما بتونی پیدا کنید. خب هر امریکایی رو حالا رئیس جمهور شد، هر که 7 سال بذار زیر ذره بین توسط CIA، FBI، Grand Intelligence Service، DIA، تمام این سازمان‌های اینتلیجنس، 7 سال بیاد تمام تلفن‌هاشون رو بشنو، تمام ایمیل‌هاشون رو بخون، تمام دوستاشون رو شناسایی کن، تمام رفت آمد شد زیر کنترل بذار، حتما یه چیزی پیدا می‌کنی. ولی نتونستن از شما پیدا کنن. ولی از شما نتونستن پیدا کنن. نکرد. من الان همینجا که نشستم آزادترین ایران امریکایی هم، برای اینکه نه فقط هیچی پیدا نکردن، عذرخواهی هم کردن. بله. خب آقای امیر احمدی، دوستمون اولا خانم زری طناز فکر کنم از فرانسه برای شما نوشتن که اینجوری خرج اضافی روی دست مردم است، فقط نماینده ولی پول واسه اش خرج میشه. منظورشون همون شاه یا
کسی که یه قدرتی داشته باشه ولی فقط سمبولیک باشه. آقای نیساری میگه که آزادی آذربایجان در بدوبستون بین غرب و روس بود، قوام هم رفت و آذربایجان را تحویل گرفت و آمد. مهمانش نه نه غلطه، بله. ایشون تاریخ خالی میدونه، ایشون تاریخ کلا نمیدونه، تاریخ غلطه اون تاریخ. ایشون نرفت فقط بگیره بیاد، اصلا هیچ غرب در این جریان هیچ دخالتی نداشت، فقط اون موقع ترومن بود اگه اشتباه نکنم، سر یک جریانی که در واقع پیشوری و اینا اومده بودن میخواستن به اصطلاح اونجا رو چیز بکنن، دولت مستقل بکنن. بعد عرض کنم که یک جریان کلی مفصل تریه، یک جریان دیگریه. در این جریان مشخص هیچ ربطی به امریکا و اینا نداشت، جریانی بود بین قوام به عرض کنم که آقای استالین، از طریق مجلس هم عمل شد. یعنی اینجوری هم نبود که قوام بره با استالین بشینه این قراردادشون رو یا یه کاری با هم کردن. حالا من دیگه وارد میدون جزئیاتش نمیشم. مجلس ایران بعد اوکی رأی داد که مثلا این باید اینجوری بشه. حالا جزئیاتش من نمیخوام وارد بشم، نخیر ایشون اطلاعاتش غلطه. بله، البته ایشون نوشتن که مهمان شما شاید نپذیرد، اما لطف کنن با توضیح کوتاه نظر خود را در مورد رژیم پهلوی اعلام کنن. بعد یه پیام دیگه گذاشتن، نوشتن اگر انقلاب 57 نبود، حزب رستاخیز ساخت 75,000 مسجد و ریشه کاشتن اسلام در ایران به دست شاه را چگونه میبینید؟ شما نظرتون کلن درباره شاه و پدرش و 57 سال حکومت چی هست؟ با اونها هستید که میگن آمدند و بله بفرمایید. در حال من یه آدمی ام که هم طرف پر لیوانو میبینم هم خالی. این سلسله پهلوی رضا شاه و محمد رضا شاه، این لیوانشون یک طرف پره، یک طرف هم خالیه. اون جایی که به نظر من پره تو بخش سازندگی زیربناهاست، مدرنیزیشن، ایجاد دانشگاهی، جاده سازی، پل سازی، سر سمون دادن به اقتصاد و آزادی های اجتماعی، از این حرفا. خیلی به نظر من لیوان پری دارم، ولی وقتی که به توسعه سیاسی میرسه لیوانشون بسیار بسیار خالیه. یعنی در این 50 و خورده ای سال توسعه سیاسی نه فقط نشد که خیلی خیلی عقب رفت. یعنی از مشروطه به یک دیکتاتوری استبدادی بد جوری وارد شدیم. بنده که جوان زمان شاه هستم میدونم سیاست زمان شاه یعنی چی، یعنی استبداد یعنی چی. این جوانهایی رو که الان میبینی دنبال پهلوی اینا هستن، اینا زندگی نکردن. میدونی اینا فقط خیلی عذر میخوام، اینا مینیچوب دخترها رو میبینن، ولی مغز این محمد رضا پهلوی رو نمیدونن، نمیبینن. من خب برابری میخوام بگم که از نظر سیاسی یک نکته کوری دارن. پهلوی بسیار بد عمل کردن، انقلاب مشروطیت رو عملا نابود کردن، دیکتاتوری رو دوباره حاکم کردن و بالاخره کار به جایی رسید که رسیدن به رستاخیز. حالا ولی از اون طرف هم دیوار پری دارن. نظر اقتصادی به نظر من خوب کار کردن، زیربنای خوب کار کردن، نیروهای مدرنی بودن، مادرنایز کردن کشور رو. ولی خب این مشکل رو دارن دیگه. من هم اعتقاد دارم که همین مشکل سیاسی بود که شاه رو سرنگون کرد. یعنی انقلاب 57 طبیعا یک مشکل سیاسی داشت، به این معنا که متاسفانه از دو تا دیگه، یکیش که خب شاه دیکتاتور شده بود، فقط میگه حتی حزب ایران و نوین خودش رو هم قبول نکرد، همه باید رستاخیزی بشید، یعنی یک حزبی، یعنی کشور تک حزبی. نکته دوم، یعنی از مشروطه خواهی رفتیم به تک حزبی. ببین حالا ببین به کجا رسیدیم. نکته دوم، شاه اشتباه بزرگی کرد که در واقع عکس حرکت پدرش بود. اون چی بود؟ اون بود که دست مذهبی ها رو در جامعه خیلی باز گذاشت و در همون زمان هم تمام نیروهای ملی، دموکرات، چپ، آدم های درست حسابی، حتی لیبرال هایی که با خودش نبودن و
همه رو یا از کشور بیرون کرد یا زندان کرد یا به هر طریقی اینا رو از صحنه سیاسی کلن خارج کرد، حزباشون رو بست، همه اینا. در همون حال هم ایشون حزب بست، مسجد باز کرد، همون هست تو سر ملیگره ها بود، چپ ها بود، دموکرات ها زد و اینا رو داغون کرد، از اون طرف مذهبی ها رو رشد کرد. من یادمه 72 و 3 و 1 من تو تهران بودم، جوان بودم، تازه مهندس کشاورزی شده بودم، 21 22 سالم بود یادمه. باور نمی کنید همون تهران من که بودم تو سازمان گسترش به نوسازی صنایع ایران کار می کردم، از یه طرف جرأت نمی کردم حتی با یه تاکسیران صحبت بکنم. در کنار من همونجا حسینیه ارشاد آقای علی شریعتی می رفت از چگونگی انقلابی فاطمه و علی و اینا صحبت می کرد. حسینیه ارشاد یک دنیایی بود اونجا. می خواهم بگم که شاه خیلی متاسفانه اشتباه کرد در بخش سیاسی. اولا جامعه را بست، دوم نیروهای به اصطلاح مترقی و غیر مذهبی رو از بین برد و بعد دست نیروهای مذهبی به اینا رو باز گذاشت، به طبقه متوسط هم به دلیل اینکه دیگه اون نیروهای مترقی و لیبرال و اینایی نبودن، آموزش خودشون رو از همین طبقات مذهبی گرفتن و بعد تبدیل شدن به روشنفکرهای مذهبی که اومدن حکومت شاه رو ازش گرفتن. یعنی همون نیروی رو که شاه تربیت کرد در اون خودش رو از اینا رشد پیدا کردن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، همون نیرو بلای جونا به شاه شد. و وقتی هم که انقلاب شد دیگه نه چپی مونده بود، نه دموکراتی، نه ملی، فقط مسجد بود، آیت الله بود، به مذهبی های طبقه متوسط ریختن تو خیابون، شاه رو جمع کرد. آقای خورسندی از کانادا به شما آفرین میگن و یه جایی میپرسن که اون ماجرای نامه به، اجازه بدید من اینو بیارم بالاتر، آها، نصایح شما را به جیم الف و آمریکایی ها دیدم، این ماجرا چیه؟ شما، من چیزی نمیفهم. نمیشم. خب لطف کنن آقای خورسندی بیشتر بنویسن این چیه؟ البته نصایح شما را به جیم الف و جیم الف یعنی جمهوری اسلامی. آها، و آمریکایی ها دیدم. خب شما نصیحتشون کردی. خب من دیدم همیشه شما دنبال این بودی که من همیشه نصیحت اینا... من مثلا کارم همین بود، من نصیحت میکردم، مشورت میدادم. من 30 سال 32 سال گفتم آقای خامنه ای این رابطه ایران امریکا سرطان داره، بیا اینا هر چی زودتر ببر بیمارستان جراحیش کن، وگرنه میکشه، هم شما رو میکشه هم کشور رو میکشه. خب گوش نداد. ما 30 سال گفتیم به رابطه آره، 30 سال آقای خامنه ای گفت نه، حالا هم نتیجه شو دیده، حالا هم میگن که آقا امیرحمدی راست میگفت. به اینا گفتم آقا برجام اینجوری که دارید عمل میکنید نکنید، این نیست. همه گفتن امیرحمدی حسادت میکنه برای که وارد گودش نکردن، نمیدونم فلانه بهمانه. گفتی بابا هر چی میخوای بگو، این کارت اشتباه است، من میفهمم، میبینم اشتباه است. آخرش هم بعد چند خیلی هم مشکل بود آدم مخالف برجام باشه، خیلی مشکل بود برای که همه ایرونیا. دیروز مثل که آقای خامنه ای بالاخره خودش هم من افتادم، من درست در جهت آب مخالف آب شنا کردم. ببین یکی از ویژگی های من در این 40 سال گذشته شنا کردن مخالف جهت آب بوده با جمهوری اسلامی. ایشون رابطه ایران امریکا رو نمیخواست، من میخواستم. برجام رو میخواست، من نمیخواستم. جامعه مدنی رو من میخواستم، اون نمیخواست. میخواستم رئیس جمهور بشم، اون نمیخواست. یعنی درست در مقابل هم بودیم. 40 سال، یعنی 40 سال گذشته که 34-35 سالش من فعال بودم، من و جمهوری اسلامی در دوتا قطب مخالف در جهت مخالف حرکت میکردیم. سر رابطه با امریکا، جامعه مدنی، انتخابات، برجام و خیلی مسائل دیگه که دیگه حالا نمیخوام وارد اون بشم. یه واقعیت. خب به همین دلیل هم خوشبختانه حکومت بالاخره به نتیجه رسید که حرف من درسته، مردم ایران به این نتیجه رسیدن که حرف من درست بود. من وقتی که رابطه ایران امریکا رو شروع کردم 5% هم طرف من نبودن، مثلا 5% فکر نمیکردن من آدم ایرانی و ملی هم، فکر بودم من سیاهی هستم. الان 95% به بالای مردم ایران حرف من رو میزنن که این رابطه باید درست بشه. من وقتی که علیه برجام مخالفت کردم فکر نمی کنم حتی تو خارج کشورم
10% نبود طرف من، همه میگفتن دیوونه است، حسود دیوونه است. الان 95% به این نتیجه رسیدن که بابا امیر احمدی راست میگفت، اون چیز رو دید که من ندیدم. یه چیزی رو که من میبینم خیلی ها نمیبینم، اکثریت نمیبینه. من همیشه حداقل بین 5 تا 10 سال جلوتر از ایران هستم. خب من همیشه ایران رو بین 5 تا 10 سال زودتر دیدم. آقای امیر احمدی، بخش جامعه مدنی، رابطه با امریکا، چه برجام، هر چی که بخوای. حالا یه عده اومد خواهد گفت که آقا این چقدر خودش تعریف میکنه، چقدر میدونید به خودش مغروره فلان. خب بگید هر چی میخواید بگید. میدونید میخوام بگم که این واقعیتیه، میخوای عکس اینا بگی برو بگو، ولی واقعیت اینه که امیر احمدی این بوده. بازم گوش نده، من میخوام بگم گوش بده به حرف من. وقتی که امیر احمدی میگه آبان این آینده ایرانه، سازمان ما، نگو بازم میخواد چیزی آورده برای خودش. میگم نه آقا، نیای پشت سر آبان، عقب میمونی. بعد فردا وقتی که بخوای بیای دیگه اون دوستانی که توی آبانن راحت نمیدن. بیا تو آبان الان گوش بده. امیر احمدی وقتی که چیزی بهت میگه گوش بده. آقای امیر احمدی، درباره جلو بودن شما، الان خامنه ای هم حتی گفته که ما وقتی میگیم مرگ بر آمریکا، منظور اون مردم آمریکا نیست، منظور اون حکومته. بعد یه دوستی هم زنگ زده بود، اتفاقا ایشون هم نیوجرسی زندگی میکنه همشهر. آره خب ببین الان خود همون خود آقای خامنه ای هم دیگه رسیده به اینجا که میگه آقا نه، آقا ما مرگ بر آمریکا با مردم نمیگیم. بعد یه چیزی که آقای خامنه ای جمهوری اسلامی نمیفهمه، میدونی چیه؟ که اینا نمیدونن که آقا توی امریکا مثل ایران مردم با دولتشون دوتا نیستن. اینا فکر میکنن توی امریکا هم یه دولتی دارن و یه مردمی دارن و این دوتا با هم دشمنن. نخیر آقای خامنه ای، این تو ایرانه. بنابراین تو وقتی بگی مرگ بر مثلا سیاستمدارای امریکا، داری میگی مرگ بر امریکایی ها. آقا گوش بده آقای خامنه ای، این تفاوت تو قائل میشی برای اینکه تو کشور ایران مردم دشمنتن، ولی در امریکا مردم امریکا دشمن کشورشون، دولتشون نیستن، مخالف هستن، مبارزه میکنن ولی دشمنی ندارن. بله. نمیان بگن تو خیابون مرگ بر ترامپ، مرگ بر پامپیو، مرگ بر بولتون، همین چیزی ما نداریم. خیلی جالبه همین. میگن. بله همین آقای خورسندی گفته بود بزرگ این رهبران حکومت که فکر میکنن توی امریکا میشه گفت مرگ بر ترامپ یا پومپیو، ولی مرگ بر مردم نمیشه. نه اینجوری نمیشه. تو باید که مرگ بر ترامپ یعنی مرگ بر امریکا، یعنی مرگ بر مردم امریکا، مرگ بر ترامپ، مرگ بر همه. بله. درباره آزادی گفتید و گفتید شما نمیتونستید آزادانه صحبت کنید، ولی اون حسینیه ارشاد، نمیدونم شما این ویدیو رو دیدید که آقای دکتر حسین نصر توضیح میده که بودجه حسینیه ارشاد رو از ساواک گرفتن، حتی مبل و وسایل و اینا رو از اونجا گرفتن. یعنی خود آقای شریعتی حقوق بگیر ساواک بوده. این رو اگه ندیدید من براتون ویدیوشو میتونم پیدا کنم. عرض کنم که من خودم نمیدونم. بل. من بخوام از آقای نصر بپرسم که شما چه کاره بودید اون موقع؟ شما با اینا کار میکردید؟ شما نماینده همین آقایون آیت الله ها توی دربار بودید؟ یعنی آقای نصر داره اینجوری حرف میزنه، دارم با آقای نصر ببینیم که ایشون چه کار کرد. بله. ایشون پایه اصلی شیعه بود، ایشون عالم به اصطلاح شیعه است، ایشون آخوند شیعه است، حالا عمامه نمیذاره، ایشون به اصطلاح شیعه شناس، شیعه گری کرده. خب متاسفانه آقای نصر کمتر از علی شریعتی در این رابطه مسئول نیست. حالا ایشون از ساواک پول میگرفت، آقای شمس هم، آقای نصر هم از دربار پول میگرفت. بله از دفتر فرع. از دفتر فرع. آقای از دربار میگرفتی یا از ساواک میگرفتی فرقی نمیکرد. بله آقای امیر احمدی، دوستون میگه خب شما درباره لیوانو هم پر از آب ببینید، به اصطلاح هم اشکالات رو میبینید از در رابطه با پهلوی. خب اگه اینجوری باشه مثلا 8000 کیلومتر راه در زمان پهلوی ساخته شده، الان در زمان آخوندا 58000 کیلومتر راه ساخته شده، آیا فردا هم باید از اینا تعریف کنیم؟ نه ببینید
من در مورد جمهوری اسلامی بر من سوال کرده بودید، همین جواب میدادم. من نگفتم، من فقط در مورد شاه و پهلوی ها صحبت کردی، سوال کردید، من جواب دادم. در مورد جمهوری اسلامی هم، جمهوری اسلامی هم دیوانش یه مقدار پره، یه مقدار خالیه. تصادفا اون قسمت خالی جمهوری اسلامی سیاسی زیاد نیست. از نظر سیاست جمهوری اسلامی به نظر من جلوتر از شاه رفته. به نظر من ایران امروز آزادتر از ایران زمان شاه از نظر سیاسیه. من هر کس که میخواد در این رابطه با من صحبت بکنه، من حرفی ندارم. از نظر اقتصادی درست عکسشه. لیبان جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی توسعه به بردن جامعه ایران به جلو بسیار عقبه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی که شاه رفت در اون مقطع، ما تقریبا همتراز بودیم، هم وزن بودیم با کره جنوبی. امروز ما 40 سال حداقل از کره جنوبی عقب تریم. اما در همین حال هم جمهوری اسلامی کارهای زیادی کرده. تصفیه یکی از کارهای بزرگی کرده همین راسازی ها، سدسازی هاست، آموزش، اینا خیلی کار کرده. به هر حال 40 سال کار کرده. اما این رو هم بگم که شما نباید هیچ وقت مقایسه رو استاتیک یعنی ایستا بکنید. همه این مقایسه باید داینامیک باشه. یعنی چی؟ یعنی فاکتور زمان حتما باید به حساب بیاد. مثلا بگم اگر شاه در 40 سال گذشته اول خودش بعد پسرش تو ایران سر کار بودن، حتما ممکن بود 150 هزار کیلومتر مربع راه بسازه، داشت میساخت. یعنی شما این 40 سالی رو که این بین دوتا هسته شد از جور نریزید. این 40 سال هم حسابه. تو این 40 سال بعد زمان شما چند تا 5-6 دانشگاه بیشتر نداشتیم. الان بالای 200 دانشگاه تو ایران داریم و کالج. ولی در این 40 سال شاه حداقل 100 تا دیگه هم میساخت. حالا ممکن بود 250 نسازه، ولی دیگه نمیتونی اون 6 تا رو با این 250 تا 200 تا مقایسه کنی. باید این وسط به طور این زمان رو هم بیاری و بگی این شاه بیچاره مگه اینجا بود، خب به هر حال چیز میکرد، بیشتر از این کارا میکرد. و جمهوری اسلامی هم یه دلیلی که این کارا رو کرده خود زمانه. از شاه تا الان جمهوری اسلامی خدا میدونه چقدر پول نفت گرفته. اصلا پول نفتی که جمهوری اسلامی داشته، اصلا از تمام پولی که در تاریخ کشور تمام حکومت‌های ایران داشتن بیشتره. اینو باید نگاه کرد. انصاف هم نیست که تو فقط تو سر پهلوی بذاری بگی مثلا 8000 کیلومتر راه ساخت ولی ایشون جمهوری اسلامی مثلا 60000 تا. آره، ولی این وسط ما 40 سال اینجا داریم که تو داری اونو حساب نمی کنی و اینجا چه میلیارد ها میلیارد پول داری که داری حساب نمی کنی. و در حال یه جامعه هستی که رفته جلو. بنابراین من میخوام بگم که حتما اگر شاه بود و با همون وضعیتی که داشت ادامه میداد، ادامه میتونست بده، انقلابی نمیشد. امروز از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اینا، ایران خیلی حتما جلوتر از وضعیتی که الان داره بود. ولی از نظر سیاسی تقریبا غیر ممکن کرد به اصطلاح ادامه حیات شاه و حکومتشو. متاسفانه با این اصلا شاه بزرگترین دشمن خودش شد. یعنی در واقع با تفنگ خودش به پای خودش زد، با تیشه خودش ریشه خودش رو زد. میگم به شما هیچ کس واقعا مسئول، هیچ کس مسئول سرنگونی شاه جز شخص شاه نیست. جالبه، دو روز پیش هم من با نه امریکاست، نه مردم ایرانن، نه خمینیه، نه هیچ کس. بله. مسئول سرنگونی شاه خود شاست. بله. با من این حرکت هایی که کرد سر رستاخیز و گذاشتن این جریانی که با مذهبی ها پیش برد و چیزای اینجوری دیگه. و دیگه این تاریخه، میدونی متاسفانه خیلی ها تاریخ رو درست صادقانه واقع بینانه نگاه نمی کنن بهش. بله. و همش بحث اینه که آقای فتنه بود، نمیدونم امریکا اومد، نمیدونم. نه آقا، مسئول سرنگونی شاه خود شاه بود. ببینید آقای سربی، شاه
میدونست سرطان داره. ما نمیدونستیم. شاک میدونست. درسته؟ بله بله. خب این آدم وقتی که میدونست سرطان داره 4 سال 3 سال بیشتر زندگی نمیکنه. این چرا نرفت پسرش رو بذاره سر جا، سر جای خودش و خودش هم نظارت کنه 3-4 سال قبل از اینکه فوت کنه که این پسر یه ذره یاد بگیره و کشور رو بتونه نگه داره. آقا یکی دیگه پسرش بود، یکی دیگه امیر احمدی نبود که چپ باشه، یکی کمونیست نبود که، پسرش بود. نکرد نکرد، حتی هم که وقتی هم که رفت از کشور بیرون پسرش رو نذاشت سر جاش، گفت من خودم شام. آقای امیر احمدی خیلی جالبه، همسرش رو نایب السلطنه کرد، بعد در مصاحبه با باربارا والتر سر خیاطی و آشپزی و اینها گفت که زنا هیچ وقت نمیتونن مانند مردها کار کنن. و برید نگاه کنید اون ویدیو که فرای همینم برای همینم میلیون ها زن ریستن تو خیابون، گفتن آقا باید بری. بله. از یه طرف زنا رو آزاد میکنه که تو بری رای بدی مثلا، بعد میره جلوی رای رو میگیره. اصلا یکی از جوکای تاریخ ما اینه که پهلوی به زنا اجازه رأی دادن داد، عالی، ولی کی اصلا اجازه رأی دادن تو کشور داده شده بود؟ تا کسی رأی نمیداد، اصلا تمام درها رو بستن، اصلا رأی نبود که. خب یعنی از یه طرف تو بعد اجازه میدی غذا بخورم، آقای امیرعلی، از یه طرف هم چیزو این به اصطلاح بشقاب برنج از جلو برمیداریم. هیچ وقت شما به این فکر افتادید که برخلاف این مصاحبه‌ای که انجام میدید برنامه‌ای رو بذارید که با مردم، مخصوصا مردم ما که شما میگید اهل کتاب خوندن نیستن، گفت و شنود داشته باشید؟ مثلا الان دوست ما نوشته که شاه با غرب در افتاد، با شوروی ساخت ور افتاد. و این عین صحبتایی که من از شما یادم چند سال پیش که آمدید اصلا ویرجینیا، توی صحبتی گفتید شما نگاه کنید ببینید هر کشوری که با آمریکا نساخته به اصطلاح بیچاره شده. نه، تز من این نیست. بله من برعکس، من میگم که دیکتاتورها با آمریکا مدتی زندگی میکنن، بعد آمریکا این دیکتاتورها رو از بین میبره، برای اینکه آمریکا یک سیستم دموکراتیک داره، در تحلیل نهایی نمیتونه با دیکتاتورها زندگی کنه. بنابراین شما تو تاریخ دیکتاتورها رو که نگاه میکنی، امریکا هم دیکتاتور میسازه هم دیکتاتور رو از بین میبره. دیکتاتور رو میسازی برای این مرحله ای، برای اینکه بتونه یه ثبات ایجاد کنه، بعد وقت به محض اینکه گزینه پیدا کرد اینا رو نابود میکنه. بنابراین من این چیز من هنوزم هست، به همین دلیل هم میگفتم که اگر جمهوری اسلامی با امریکا رابطه برقرار میکرد الان وجود نداشت. دلیلی که جمهوری اسلامی 40 سال با این وضعیت عدم کارایی که داره زندگی کرده برای اینکه با امریکا رابطه نداشته. و آقای خامنه‌ای اینو میدونست. متاسفانه من نتونستم قانعش کنم که رابطه برقرار کنه. گفتم اینه. حالا به هر حال نکته که من الان دارم اینه که شاه رو صادقانه، خب ببین تو تمام انقلابا همیشه همه کشورهای خارجی مخصوصا قدرت‌ها دخالت میکنن که حتمه. یعنی ما که نمیتونیم بگیم امریکا توی سهمگونی شاه دخالت نداشت یا انگلستان نداشت، همونجور که در آوردنش هم دخالت داشتن 53. بنابراین این هستش. اما به نظر من اگر این دیکتاتور که اسم شاهه یا کینوشه هستش در فلان جا، یا الان مثلا همین ونزوئلا دیگه جاهای دیگه، اگر اینا به موقع از دیکتاتوری به دموکراتیک نرن، اینا سرنگون میشن، نمیتونن با امریکا رابطه داشته باشن و تا ابد دیکتاتور بمونن. بالاخره یه جایی اینا میریزن. منم هم به همین دلیل میگم که شاه اگر در آخرای حکومتش یواش یواش جامعه رو باز میکرد و عرض کنم که پسرش رو میذاشت سر جاش، خب حکومتش میموند، اصلا اجتناب ناپذیر نبود این انقلاب. یعنی شاه نگرفت وقتی که کارتر اومد و گفت حقوق بشر، ایشون باید دوزاریش میافتاد، شاه باید دوزاریش میافتاد که ای بابا اینا
نمیخوان دیگه با من زندگی کنن. بله، تا یه جایی با دیکتاتور زندگی میکنن، بعد دیگه نمیخوان. شاه متاسفانه دوزاریش نیفتاد یا دیر افتاد و اومد همونجور گفت نخیر، همینجور باید بمونه، اصلا رستاخیز همه تون برید دنبال کارتون، و برعکس شروع کرد بر علیه امریکا و اسرائیل حرف زدن، گوش نداد. بله، این همون که هم صحبت... در داخل میتونه دیکتاتور باشه، هم در بیرون مستقل. بله، همون صحبتی که دوستان دارن اینجا مینویسن که شاه گفت غرب باید کمربندش رو ببندد، ما نفت خودمون، نفت را خودمون تا چند سال دیگر خواهیم خرید. شاه گفت دوستان نزدیکی داریم، به دوستان دور احتیاج نداریم. بعد نطق براندازی شاه، قصد شاه آزادی دادن یواشکی بود تا کشور برای پسرش امن باشد. و یه سوالی که این یه چیزی بگم در مورد شاه، یعنی این نشون میده که شاه فقط نه فقط برای مردم ایران دیکتاتور شد، هرچی بیشتر برای خارج از کشور یاد دیکتاتوری شد، دیکتاتور شد. یعنی دیکتاتور یه فرهنگ داره، یعنی اینو هم به ایرانی ها چیز میکرد، به اصطلاح اعمال میکرد، هم به امریکایی ها میخواست اعمال کنه این دیکتاتوری شد. برای من خیلی جالبه. ببین در این حال هم یک نکته مهمتری هم بهتون بگم قبل از اینکه اون سوالت مطرح کنی. شاه خیلی ها میگن، یکی از بهترین کتاب ها در این رابطه مال ماروین زانیس که از دانشگاه شیکاگو آدم برجسته ایه که در مورد شاهه، به این میگه، با شاه هم خیلی صحبت کرده بود، به اصطلاح مصاحبه کرده بود و اینا. یکی از بحثاش اینه که شاه ضعیف النفس بود. شاه ظاهر قدرتمندی داشت، دیکتاتور بود، ولی در اون بسیار ضعیف النفس بود، به دلیلی هم که خیلی مرتب دیکتاتور شد برای ضعف درونیش بود. همیشه وحشت داشت، همیشه میترسید، همیشه نگران بود، و بنابراین برای اینکه این وحشت و نگرانی و جلوشو بگیره هرچی بیشتر دیکتاتور میشد که کسی جرأت نکنه یه وقت میدونی خدای نکرده یه کار غلطی بکنه. و این ضعف درونیش هم یک مسئله مهمی بود، علتی هم که از یواش یواش شروع کرد از مذهبیات ترسیدن، برای همین بود، یعنی به مذهبیات بیشتر باج میداد هرچی بیشتر، برای اینکه میترسید از این آیت الله ها. و مثلا آقای خمینی رو رفت با احترام فرستاد بیرون، در حالی که خمینی جاش تو زندان بود. یعنی اون کار رو که خمینی کرد، هر کسی تو ایران میکرد شاه تیکه پارش میکرد. اون 15 خردادی که خمینی را انداخت در قم، هر کسی، هر رهبر سیاسی تو ایران میکرد، بزرگترین تیکش گوشتش بود. میگم گوشش بود. ولی شاه بعدش نگو برو آقا، آقای امیر احمدی زنگ زد به بغداد به دوستش صدام حسین، گفت آقای جون نگرش دار اینجا، بذار باشه اونجا. آخرین پوزدادی که اونجا بود، شاه هیچ وقت سعی نکرد که ترورش بکنه یا یک بلای سرش بیاره یا مشکلی براش درست کنه. حتی صدام گفته بود اگه میخوای ما اینو راحتش کنیم. بله. بله آخرین کارو کنه. شاه اصلا میترسید، برای اینکه چرا؟ برای شاه میگفت خدا نکنه سر این آدم توی عراق درد بیاد، تو داخل کشور آخوندا منو تیکه پاره میکنن. بله. نمیخواست. آخرین سوال آقای نیساری، داستان شریعت مداری شاه رو، شاه عملا گوش به شریعت مداری میداد. بله. در این جریان آقای انصاری هم میگه که اصلا رابطه داشتن بین شریعت مداری و چیز. بله، بله. واقعیتیه. بله، شما باید بری. و آخرین سوال یا آخرین مطلبی که دوست دارم نظر شما رو بدونم، چون درباره پول و سازندگی و اجتماعی اینا صحبت کردید، آقای نیساری میگه 57 سال حکومت پهلوی در خزانه 16 میلیارد دلار به جا گذاشت یا رها کرد، 3 سال اول جمهوری اسلامی 256 میلیارد دلار در خزانه ایران جمع شد، تفاوتش خرج پول برای اجنبی بود و نه مردم، اگر 40 سال دیگر هم میمان باز به خارجی ها میداد. اینو اگر شما نظری دارید بفرمایید. متوجه نشدم، گفت که خزانه 16 میلیارد دلار پول مونده بود. بله، میگن که بعد از 57 سال حکومت پهلوی در خزانه دولتی ایران 16 میلیارد دلار پول بود، چون ایشون نوشته رها کرد، منظورم یعنی اونه. بعد 3 سال اول جمهوری اسلامی 256 میلیارد دلار در خزانه ایران جمع شد، تفاوتش خرج پول برای اجنبی بود و نه مردم، اگر 40 سال دیگر هم میمان باز به خارجی ها میداد.
یعنی شاه. یعنی شاه. ببین من راستش در مورد خزانه شاه چیزی نمیدونم، مثلا در مورد 16 میلیارد هم چیزی نمیدونم. یه چیزی من میدونم با اینکه شاه یه پول زیادی از نفت گیرش اومد، خب یه مقدارم به اصطلاح حاتم طایی بخشی کرد فرانسه و نمیدونم انگلستان و نمیدونم اسرائیل و همه جا داد، به هر حال یه میلیارد اونجا یه میلیارد اونجا، بعد هم رختپاش زیادی کرد در آخرای حکومتش. یعنی ما یه برنامه پنج ساله داشتیم، تو این برنامه پنج ساله من یادمه وقتی که پول نفت زیاد شد، شاه مجیدی و یه عده دیگر رو که تو سازمان برنامه بودن برد توی چیز هتل رامسر، اونجا یه چند شبی موندن به این برنامه رو تجدید نظر کردن و شاه گفت که من این پول رو باید خرج کنم. یعنی یک دفعه پول زیادی وارد میدون شد. من خودم یادمه اون موقع توی کارخونه قند یاسپوش کار میکردم، معاون کارخونه بودم، رئیس کشاورزیش بودم. باور نمیکنید به خود من جوان 22 ساله یک دفعه که بودجم مثلا 1 میلیون تومان اون موقع نبود، یک دفعه 10 میلیون تومان اضافه دادم. بعدم مدیر عامل ما که الان هم توی شهر واشنگتن، آقای مهندس بهبهانی، به من گفت آقای مهندس ما دستور داریم که این پولو خرج کنیم، بنابراین نکنه یه وقتی پولو خرج نکنیم برگردونی تهران، باید خرج بشه. گفتم آقا من اینا چجوری خرج کنم؟ گفت راشو پیدا کن، چا بزن، نمیدونم ساختمون بساز، هر کاری میخوای بکنی بکن، پولو خرج کن. میخوام بگم که یک دفعه یک پولی اومد، یک ریخت پاش عجیبی شد، تمام بندرهای کشور بسته شد، کشتی ها میمدن تو بندرها، اصلا نه ماشین بود اینو خالی کنه نه کارگر، هر کدوم از این بندر از این چیزا کشتی ها میلیون ها دلار از ایران پول میگرفتن برای اینکه اونجا سرگردون مونده بودن، فقط برای اینکه اونجا معطل هم. به هر حال یه فضا عجیب اسفناکی به وجود اومد. به همین دلیل هم از 76 تا 70، یعنی از 76 یعنی 55 ما تا 70، 57 ما، 56 ما، 55 ما تا 57 ما اصلا کشور از هم پاشی، همه چیز متوقف شد، تمام طرحا نیمه تمام ول شد، یک دفعه اصلا سقوط کرد اقتصاد شاه از 55 تا 57 عملا سقوط کرد. میشه اینو تشبیه کنیم به افرادی که لاتاری برنده میشن و زندگیشون یک دفعه شاه لاتاری برنده شد، بعد میگن که یه جوکی بهت بگم، میگن که یه پیرمرد 90 ساله لاتاری برنده میشه 50 میلیون دلار، باش مصاحبه میکنن میگن که تو میخوای با این پول چیکار کنی؟ میگه والا میخوام تو سطح این شهر هزارها توالت بسازم. گفت توالت برای چی؟ گفت مردم برن تو این توالت برینم به این شانس من که 90 سالگی باید لاتاری ببرم. شاه در روزهای آخرش زندگیش یه لاتاری بود و واقعا اومد همین کار رو کرد، یعنی ریخت پاش کرد، درست مثل اون پیرمرد که رفت توالت ساخت. تمام پروژه هاش بود. آقای امیر احمدی چون شما مشکلات حکومت جدید پروژه های ناتمام بود. بله. حالا مردم میگن که این 16 میلیارد دلار پول توی خزینه بود، نمیدونم صادقانه، ولی یه چیز میدونم که از 55 تا 57 اقتصاد ایران سقوط کرد و پروژه های ایران دیگه نمیتونست تموم بشه، یعنی شاه پول نداشت. یعنی خود بنده من 54 اومدم از کشور بیرون، ولی میدونم دوستانی که جلوی بعد از من اومدن نه تنها 10 میلیون دلار دیگه 10 میلیون تومان دیگه نداشتن، اون 1 میلیون گذشته هم به زور میگرفتن. آقای امیرعلی چون شما تو کار دانشگاه هستید، نظرتون درباره این دانشگاه های ایران که زیاد شده و اینها، دوستمون مینیسه که دانشگاه های ایران، منظورشون دانشگاه آزاده، دانشگاه های پولی قلابی هستن، شما نظرتون چیه؟ چون داریم تو آمریکا هم دانشگاهایی که قلابی هستن، مدارکشون رو کسی قبول نداره، کار بهشون نمیدن. اولا دانشگاه قلابی همه جا هست، تو همین کشور امریکا. بله بله. بخوای دانشگاه قلابی برای پول به دکترا میدن. در ایران این حرفشون درسته. مسئله قلابی بودن نیست، مسئله کیفیته. سطح کیفیت تدریس و تحقیق و اینا در دانشگاه‌های ایران بسیار پایین اومده.
دلیلش هم خب این بوده که این حکومت اصلا دنبال کیفیت نبوده، دنبال کمیت بود. و خب از یه دیدگاهی هم من ایرادی به این ندارم. ببینید آقای سربی، شما که تو تهران نشستی و آدم میدل کلاس به بالا هستی، دسترسی به خارج کشور داشتی، به دانشگاه تهران داشتی، آره یه لاکژری داشتی برای که کوالیتی و کیفیت داشته باشی، کمیت دیگه خب دست خودت بود. ولی شما فکر بکنید این جوانی که دیپلم گرفته بود در زاهدان، در زابل، چه میدونم در یاسوج، در ایلام، اینا واقعا هیچ شانسی برای لیسانس گرفتن نداشتن. اینا اصلا دانشگاه نمیرفتن. خب من خودم تو یاسوج بودم، دانشگاهی نبود، کالجی نبود، هیچی نبود. تو وقتی اونجا دیپلم میگرفتی باید میرفتی شیراز یا یه جای دیگه میرفتی، اونم باید پول داشتی، باید کرای خونه میدادی، هزار گرفتاری داشت. خب یک کارو خوبی شد که مناطق عقب مونده کشور صاحب دانشگاه شدن. شما تو هر دهکوره‌ای که الان تو ایران میری، دهکوره که چه عرض کنم، شهرک‌های کوچیک، یک دانشگاه، یه مؤسسه عالی هست که میتونی بچت بره دیپلم بگیره، بگم فوق لیسانس بگیره، لیسانس بگیره، اینا یه بد نیست. یعنی من اینو اصلا هیچ ایراد بهش ندارم. البته خب بهتر بود با کمیت کیفیت هم همراه بود، ولی اصولا این کمیت زیاد که به سرعت رشد کرد باعث پایین اومدن کیفیت شد، چون استاد به اندازه کافی نداشتن، پول تحقیق ندادن، نزن گرفتاری دیگه، اصلا نمیدونستن دانشگاه یعنی چی. یه عده آدم اومدن دانشگاه درست کردن که فقط میخواستن پول به جیب بزنن، مثل همین دانشگاه آزاد و امثال اون. ولی نمیشه این جریان دانشگاه ها رو تقطعه کرد فقط به خاطر اینکه کیفیتشون کمه. اینا دکون نیستن، اینا برحال دانشگاه هن. توش استاد هست، آدم های درست حسابی درس میدن، آدم های بدم هستن، بچه های باسوادی هم ازشون در میاد، بچه های بیسوادی هم در میاد. اما شما باید خودتو به جای اون بچه زابلی و ایلامی و یاسوجی بذاری، اونم 40 سال پیش، 35 سال پیش، 30 سال پیش. اینا هیچ شانسی نداشتن اون موقع که برن دانشگاه. بسیار دانشگاه داشتیم. بله. از شما ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم در هفته های آینده شما رو بیشتر داشته باشیم تا اون برنامه رو اختصاص بدیم و فقط به گفت و شنود شما با دوستان بیننده یا شنونده. دوستان عزیز، عرض کنم که بله، یک صحبتی در مورد آبان، یک گفت و شنود در مورد آبان بشه، یه صحبت در مورد آبان بکنم و بعد سوالاتی که در مورد آبان مطرحه خوبه که انجام بشه. آبان به هر حال یک سازمانی که یه فکریه که کارش گرفته تو ایران، تو همه جا اسم آبانه. به آبان آینده است، بهتون قول میدم، الان هم بهتون دارم میگم بپیوندید با آبان، سرتون کلا میره. امیر احمدیه اینی که داره میگه، پیشبینی داره میکنه، پیشگویی نیست، پیشبینیه. به نظر من درسته، بهتون قول میدم درسته. لطف کنید لینکش رو برای ما بفرستید، تو همین صفحه فیسبوک بذاریم، دوستان هم بدونن که آبان چیست، چگونه میتونن بهش بپیوندن. فقط من یه ایراد از شما میگیرم، اون قسمتی که گفتید ممکنه یه روزی اون وقت شماها بخواید بیاین ما راهتون ندیم. نه این جوکه، نه من برای بساطه یه جوک گفتم. ما کاری نیستیم که تو بخوای به کسی رو نیاریم. آبان یک سازمانی که اساسش رو دموکراسیه. ما معمولا به مردم میگیم ببین یه چیز دیگه بهت بگم، بابا اینم واقع بین باش. مثلا اونایی که وقتی که آقای ترامپ تازه رفته بود، خودشو کاندید کرده بود، رفتن دور برش، یه $10 بهش دادن، دو تا عکس باش گرفتن، این برابر باش رفتن، بعد وقتی که رئیس جمهور شد در جایگاه خوبی بودن. تا اونایی مثل امیر احمدی که گفت من نمیخوام تو رو، من اصلا حوصله‌ت ندارم، بعدم میاد از تو، الان هم میخواد باش نزدیک بشه، مشکل داره. من بخواب بگم که واقعیت سیاست اینه، واقعیت سیاست اینه که تو نمیتونی وسط کار وارد شی. من اینو به عنوان یه دوست دارم به این دوستان میگم، میگم واقعیت سیاست اینه که وارد شدنش وسط خیلی مشکله، ولی اول آسونه. بله، بسیار ممنونم از شما، خیلی ممنون که وقتتون رو با ما و تلویزیون مردم و بینندگان بودید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، با شما تماس میگیرم تا بیشتر با شما باشیم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. لطف کردید واقعا. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای پروفسور هوشنگ
امیر احمدی بودیم. صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم، اگر مایلید باشون مستقیما تماس بگیرید میتونید این کار رو انجام بدید. آقای نیساری به شوخی میگه آبان یک کمی از آذر عقب نیست، از بس جنبش های مختلف داریم و اینها. اتفاقا دیدم یه چیز نوشته بود آذر آبادگان و خیلی هم شعار میدادن. آقای لطیف زمانی از انگلستان نوشتن ما ملت بنده دیکتاتور و بنده زوریم. آقای خورسندی باز نوشتن که چرا خودش را امپراتور بزرگ کشور ایران میدانست. گفت دیگه آقای امیرعبدی توضیح داد که دیکتاتورها وقتی که بزرگ میشن به نظر خودشون اون کشور دیگه براشون کمه، مجبور میشن به جای دیگه. دیدید خمینی هم همین کار کرد. خمینی وقتی دید مردم به دیکتاتوری قبولش کردن، اون وقت گفت ما باید اسلام رو به کشورهای دیگه هم صادر کنیم. آقای رجبی میگن گرفتاری شاه این بود که جایگاهش به ارث رسیده بود و در اون جایگاه خودش را خدایگان میدانست. این لقبی بود که بهش مجلس فرمایشی شاه به ایشان به علاوه آریامهر داده بود، در صورتی که تنها چیزی که محمد رضا نداشت آریامهر بودن و خدایگان بودنشون. همانطور به ارتشی تکیه داشت که یگانهایش او را در سطح پایین به اسم محمد دماغ میشناختن. در صورت دوستان عزیز هرچه بود گذشت، 40 سال هم گذشت، امروز قرار بود مجاهدین در پاریس فراخوان بزرگی داشته باشن و در ایران هم فراخوان، و عکسهایی رو دیدم که واقعا آدم نمیدونست گریه کنه یا بخنده. یک نفر در یک صحرایی، یک نفر زیر یک پلی تاریکی رفته نوشته نمیدونم درود به مریم، درود به رجبی، و اینا دیگه چه کار میخوان بکنن نمیدونیم. ولی آمریکایی‌ها یه چیزی دارن میگن never say never، هرگز نگو هرگز. میگن که آمریکا داره در عراق پایگاه‌هایی رو برای مجاهدین، ولی من نمیدونم اون مجاهدینی که ما میشناسیم یه مش افراد میان سال، حالا اگه نگیم کهن سال، که دیگه کاری هم ازشون نمیاد. الان 15 سال هم هست که اسلحه دست نگرفتن. در صورت کمی صبر کنیم و ببینیم. به سازمان آبان بپیوندید و سوالات خود رو از آقای هوشنگ امیرعبدی بپرسید، نظراتتون رو با ایشون در میون بذارید، و اگر نتونستید مستقیما با ایشون تماس بگیرید، هم به وسیله تلفن، هم به وسیله تکست، هم به وسیله ایمیل، هم به وسیله فیسبوک با تلویزیون مردم تماس بگیرید. ما پیام‌های شما رو به ایشون منتقل می‌کنیم. بریم برنامه آقای حسن ارشاد رو ببینیم از ایران، شماره 211. 211 جمعه ایشون با اینجا برنامه داشته. بهشون خسته نباشید میگم، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش.